بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه یا در کمین نشسته باشه که بپره و شما رو سورپرایز کنه یا بهتون بگه مژده اوقات بهتری در انتظار است. خب بگید ببینیم کجای دنیا هستید، چی فکر میکنید و اوضاع دنیا و جهان به کجا میره؟ آقای ظریف استعفا داد، با سلام و صلوات برگشت، یه نازی کرد، نازشو خریدن. و اما ترامپ دیوانه بلند شد برای بار دوم. این کلمه سمیت در فارسی من نمیدونم چیه و چرا به این دیدار و گفتگو و اینها میگن سمیت، ولی توی کوهنوردی وقتی که از یه کوه خیلی به اصطلاح مرتفعی میخوان بالا برن، برای که نمیتونن یه ضرب برن، یه جای اون بالاها به اونجا میگن سامت، یعنی رسیدن به اون قله مشکله. این یک اجازه میده که اینها نفسی بکشن، خوراکی نوش جان کنن، انرژی کسب کنن تا برسن به اون هدفشون. آیا در دیدارهای سیاسی هم این معنی سامت همون هست یا نیست؟ فکر کنم همون باشه، چون مشکله. اولا این دیوانه روانی که بار اول رفت سنگاپور و به اون کوتوله سیگاری چاق دیکتاتور مشروعیت داد و دست خالی برگشت و خوشحال که اگه من نبودم جنگ میشد، حالا بیارین جایزه صلح نوبل هم به من بده. خب بیچاره گیرم که جایزه صلح نوبل هم بهت دادن، تو که خودت میدونی لیاقت صلح رو نداری، تو دنبال جنگ هستی، تو بین آدم های معمولی هم جنگ و ستیز درست میکنی، تو بین فامیل خودت جنگ و ستیز درست میکنی. این بار باز بلند شد رفت و رفتن همانو وکیلش در مجلسین اینجا آبروی نداشته خود این و خانوادش رو بیشتر برد. 14 تا جرم شمردن توی اون 7-8 ساعتی که این آقا مایکل کوهن صحبت کرد. 14 تا جرم ترامپ و خانوادهشون مرتکب شدن که حالا دموکرات ها هم ولکن نیستن، میرن دنبالش. ولی از همه اینا مهمتر اینه که دوستانی ایرانی که ادعای دانستن سیاست و نمیدونم امور اجتماعی اینا میکنن، اونها هنوز دنبال این ترامپ نادانن. و بذارید براتون یه چیز جالب بگم. توی این چند ساعتی که در سنا بود قبلش، که مجلس به اصطلاح عمومی نبود ما خبر نداریم، توی اون 8 ساعتی که در مجلس نمایندگان بود و عمومی بود و از الف تا به شمار دیدیم و اینها، هرچی این حرف میزد و هرچی ریپابلیکن ها تلاش میکردن که بگن این دروغگوه، به حرفاش نمیشه اطمینان کنیم، حتی یک نفرشون نگفت این چیزایی که این گفته غلطه، این مدارکی که این داره نشون میده دروغه. یعنی اینها حقیقت میگن که ما این دروغگوی کوچولو رو قبول نداریم، چون ما دنبال دروغگوی بزرگتره هستیم، اون خدای ما هست، اون پیغمبر ما هست، اینو ولش کن. ولی این تصمیمش رو گرفته که به خاطر زندگیش، این دیگه زندگیش تموم شد، این آقای مایکل کوهن خدا میدونه این 2 ماه دیگه میره زندان، زنش ازش طلاق میگیره و ماجراهای پیش بیاد تو زندان. بعضی وقتا اینایی رو که بهش این آخه به این گفت رت، رت یعنی موشای بزرگ، اهواز بودین، موشاش از آدما بزرگتر بودن. رت وقتی به یکی میگن، این وقتی میره زندان اونجا بهش میگن خبرچین، اسنیچ، هم چیزی. و بعضی وقتا اینا رو میکشن، طرف داره مثلا دوش میگیره تو حمام، 2 نفر میان تق میزنن با مشت و لگد میکشنش، هیچ کم گزارش نمیده. بمانه این آقای مایک کوهن، ولی کسی که اینقدر دنبال سر و صدا میگرده، کمبود توجه داره، بیاد سفرش رو نیمه تمام بذاره، حتی نهار چیدن، میز نهار رو چیدن، صندلی ها رو چیدن که نهار بدن، نهار هم ول میکنه میاد، این نشون میده چیزایی که این مایکل کوهن گفت زده نظام این آقا رو به هم. و فعلا ببینیم چه خواهد شد. ولی برگردیم به اون دوستانی که هنوز هم طرفداری هستن.
آقا خانم، شما از آقای بیل کریستی که دیگه بیشتر بیل کریستال که بیشتر محافظ کار و تندرو و جمهوری خواه نیستی که، برید دیروز نوشت آقا حزب جمهوری خواه از روزی که شد حزب ترامپ ستوپید، یعنی حماقت، و این حزب حماقته. حالا شما میخوان جزء حزب حماقت باشین؟ ما این همه تشویق کردیم بیان جزء حزب خران، والا خرا خیلی عاقل تر از من شما هستن. بمانه درود و سلام بر شما و دوستان آشنا و ناآشنا. خیلی ممنون. گفت آقای مانی با صد هزار جلوه برون آوری که من با صد هزار جلوه تماشا کنم تو رو. یادم نیست این شعر مال کی بود، ولی استفاده کردم برای تلویزیون پارس بود چی بود، و من یادم یه تلویزیون 19 اینچ پارس خریده بودم، دبیر بودیم دیگه، نداشتیم تلویزیون مبله و بزرگتر 24 اینچ و اینا بخریم، 19 اینچ بود و پلاستیک بود، یه چیز زرد زشتی گذاشته بودمش روی بخاری خونمون. نمیدونم حالا زمستونا چیکارش میکردیم، چون تابستون اون بخاری رو به عنوان میز استفاده میکردیم. یادش بخیر. دوستان عزیز، میبینم که آقای رضا مشایخی هم اینجاست. این آقای رضا مشایخی شخص جالبیه، خودش و پدرش و اینها، پدرش اصلا رفته برای جنگ و بعدم جز به اصطلاح یکی از کسایی بوده که حمایت میکرد جمهوری اسلامی، بعد فهمید که نه آقا اینا یه مش دوز پدر سوخته هستن. بازم ویلاهای دیگرشون یکی پس از دیگری توی کانادا داره چیز میشه، پیدا میشه. موقعی که یه خانواده شهیدی که 3 تا از خانواده شهید و معلول و نمیدونم جانباز هستن توی نمیشه اسمشو خونه گذاشت، توی کلبه خرابهی دارن زندگی میکنن، این بیناموس، این آقازاده ها یکی پس از دیگری پولای مردم رو ور میدارن میان کانادا، اونجا قصر میسازن. حالا از اینا بیناموستر کیه؟ دولت کاناداست که میدونه اینا این پول با دزدی آوردن، ولی بهشون راه میده، به خاطر پول بهشون اقامت میده و الی آخر. و اما امروز جمعه است، 1 مارچ. اول مارچ یعنی چی؟ یعنی اگر ماه فوریه کمک نکردی، مارچ رسید، حمایت کن تا ما هم از شما تشکر کنیم. و اما ببینم براتون چی گذاشتم. وکیل دونالد ترامپ روز چهارشنبه که برنامه علنی داشت گفت دونالد ترامپ نژاد پرسته، کلاهبردار، متقلب و شارلاتان هست. و این هم از ماجرای این. و بریم سراغ ما. دیشب باز رفتیم دایس، خواستم بگم دایس کلاب، نه دیگه آقا سعید دیر اومده آمریکا، به کلاب ملاب نرسیده، دایس برگر. و جای شما خالی، خوراک خوب، نوشابه خوب، حالا هر جور شما دوست داری، الکلی غیر الکلی، و سرویس خوب و خوراک خوب، یعنی دیگه هیچ چیزش کم و کسر نبود. و من ممنونم از آقای سعید سمایی. بله بله، ببینید چی میگه این. اوکی اوکی، ما اینو خاموش کنیم، خاموش نه، صدای چیشو کم کنیم. I wish. اوکی بله، اینم از این. آها، یه دوستی برای ما نوشت که برای شما یک پایه مانیتور میارم که این مانیتورا بسته بشه اینجوری بره یه کنار روزایی که نمیخواش. گفتیم خب خیلی ممنون. خب میگه که تا بوده همین بوده، وقتی کسی را عزت چپون میکنی سرش یا سرشون گیج میره. شده حکایت کیم جون اون، باورش نمیشه پرزیدنت آمریکا رفته دیدنش. ترامپ هم میدونه نقطه ضعف کیم چی هست، به قول رادنی دنجر دنجرفیلد، کیم از سران کشورهای دیگه مخصوصا چین و روسیه با احترام با کیم رفتار نمی کنن. خب اونا می دونن که این یه جوونکیه که نه ارتشی بوده نه هنری داره، چون بابا بزرگش این مملکت رو اینجوری دیکتاتوری بار آورده و باباش هم دیکتاتور بوده، این مردک هم با این هیکل غناست، مریضی پر
اصلا یه مدت پیش نمیتونست را بره، معلوم نبود از بس گوشت و چربی خورده بود، نقرس گرفته بود. بعد این دیوانه بلند میشه میره اونجا، خبرنگارا ازش سوال میکنن که آقا این دیکتاتوره که زده آمریکایی رو کشته، اون پسر جوونی که اشتباه کرده رفته کالیب نورد کوریا، اونجا توی سالن توی راهرو هتل یه نوشته ای بوده، پروپاگاندایی بوده، عکسی بوده، این عکس آورده پایین یا میخواسته بکنه برای یادگاری اینا. خیلی هستن از هتل ها چی میدوزن، این بدبخت رو گرفتن. بعدم که حالا آقای ترامپ خیلی خوشحال آزادش کردن، معلوم نبود چه سمی بهش دادن، همچین که رسید اینجا مرد. حالا فکر میکنید این ترامپ دیوانه چی میگه؟ میگه نه این جیم اون آدم خوبیه، مثل این شاولایا هست که میگن شا آدم خوبیه، اطرافیانش بدن. این شعور نداره که اون مسئوله، که تو مسئولی، شاه مسئول بود، خمینی مسئوله، خامنه ای مسئوله. کسایی که حکومت های دیکتاتوری دارن همین جوری که توی همه چیز مردم دخالت میکنن، حتی توی دینشون، حتی رابطه اونا با خدا، بعدم برای همه چی باید مسئول باشن. درست برعکسه، برای هیچ چی احساس مسئولیت اینا ندارن. آقا این دیوانه است و یه مشتید احمق ریپابلیکنه. مثلا اون یکی هست مثل که مربی کشتی بوده، هیچ وقت هم کت نمیپوشه، همیشه پیرن میپوشه. چند مدت پیش یه گندی هم بالا اومد، شانس آورد، میرن زود پول میدن طرفو خفه میکنن. اومده بود هی به این میگفت تو دروغگو هستی، این میگه آقا من دروغ گفتم ولی دروغگو نیستم، یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار دروغ گفتم برای که ترامپ به من پول داده، به من گفته دروغ بگه، من جوان بودم گولشو خوردم، بعدن فهمیدم. و بهش گفتن خب تو که الان داری میری زندان چرا تصمیم گرفتی حالا به قول خودت راست بگی؟ گفت برای که دیدم اگه به این وضع پیش بریم و قبل از سال 2020 کاری انجام ندیم و این بیاد انتخابات بشه و حتی طرفدارای خودش دیگه بهش رأی ندن، این جنگ داخلی را میندازه. به خاطر این اومدن. این دلیل مایکل کوهن برای این. و اما میگه که بی تو نه امور اینجان لنگ شده، نه بین زمین و آسمان جنگ شده، نه کوه شده آب و نه دریا شده خوش، اما دلم برای تو تنگ شده. هادی خورسندی، خیلی ممنون. اول بگه بخواه بگه آقا به تو چه فلان اینا، گفتی ای بابا این مانی هم دوست ما بود، دشمن ما شد، اما دل من برای تو تنگ شده. میگه ترامپ با پنبه سر میباره مثل ایرانی ها. نه خانم، چه سری رو بریده تا حالا؟ این اون شعره یادت باشه، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. آقای فرزاد نیساری یادم رفت بود برای من نوشت، خیلی ممنونم. این دزدیه که از روی بیشرمی، از روی بچه پر رو بودن، از روی پدر سوخته بودن و از روی اینکه هیچ چیزی براش مهم نیست، علنن میاد حرفا رو میزنه و الا اون با پنبه سر میبرن که این همه چیز رو میگه. چون به مردم میگه، میگه اگه اینایی رو که میگه نمیگفت و ما پیدا میکردیم جرم بود، ولی وقتی خودش میگه همه میگن آقا این دیوونه است اصلا، این فلان. در هر صورت این سفر کسی که انقدر شکموه نهار زور رو ول کنه بلنش بیاد اینجا اینجوری دست خالی، عکس اون آقای مایکل پامپار نگاه کنید، اینجوری پمپ آب اینجوری کرده، و تو همین مدت که برگشت اومد اون آقایی بود که پسرش هم کشته شده بود، جنرال بود و رئیس دفتر این بود، چیف آف استاف یا هم چیزی بود، جان کیلی چی بود اسمش، این نوشته که آقا این دامادش وقتی سر صدای اون به اصطلاح اجازه تاپ سیکرت و اینها بهش داده نشد، میگه ما دوباره که هی فشار آوردیم به اف بی آی اینا، گفتن این نباید داشته باشه و ترامپ دخالت کرده. در صورتی که ترامپ گفته من دخالت نکردم، اون آقا نوشته که این دخالت کرده. میگن اینا تو کار دولت وقتی مینویسن ممورندوم به قول خودشون یادداشت میذارن، اینا میدونن که یه روزی گند این کار بالا میاد، میگه اینها ببین من نوشتم. درست مثل کی؟ مثل اون آقای کومی رئیس اف بی آی
که وقتی رفت ملاقات ترامپ بهش گفت آقا این فلین رو ول کن، این فلانه از خودمونه، مثل خودمون میدوزه فلان، نه اون برگشت فوری نوشت که این به من گفته این کارو بکن ولی من نمیکنم. حالا ببینیم چی میشه. آقای سوربی شما حرف همه رو باور میکنی غیر از حرف ترامپ رو؟ خانم این تو زندگیش یه حرف درست زده که کسی باور کنه؟ شما حرف ترامپ رو باور میکنی؟ اون چیزایی رو که باور میکنی بیان بفرمایید تا ما هم قبول کنیم ببینیم شما با چه منطقی حرف ترامپ رو قبول میکنی. و من حرف همه رو که باور نمیکنم، دارم نقل قول میکنم به چی میگن به نظر شما میرسونم. شما دوست داشتی قبول میکنی، دوست نداشتی قبول نمیکنی. من این آقای بیل کریستال چون میدونم تندروه، مقالاش که مینویسه بعض وقتا توی برنامه های مصاحبه که میاد نگاه میکنم، مقاله رو بعض وقتا میخونم. خب الان میبینم چیزایی که داره میگه اون چیزایی رو که من هم باور دارم. قبول نکنم، چشم، قبول نم. شما فکر من قبول نکردم، چه تغییری داره در زندگی شما؟ ولی شما هنوز زنگ نزدی پیام بذاری به مردم بگی شما چی فکر میکنی که مردم ایران بدونن یک خانمی که هم اهل مطالعه است، هم توی سیاست به اصطلاح میدونید توی سیاست شما نمیتونی فقط سفید و سیاه ببینی، رنگای بینش هم باید ببینی، اون رنگها رو هم میبینه، ببینیم نظرش چیه. شما ها نمیگید، من میگم. ما میگیم گفتنی ها کم نیست، من زیاد گفتم شما کم گفتی، به جایی که بگم من و تو کم گفتی. خیلی ممنون. یعنی میگی ترامپ به خاطر یک جوان احمق با کره شمالی جنگ کنه؟ نه خانم، به این سادگی هم نیست که. اولا این چترای خیلی قشنگ رو میبینید، یه بازاری تو تهران این کار رو انجام داده، جای دیگه هم تو کشورهای مختلف این کار کرده بودن، ولی یه بازاری تو تهران این کار انجام داده، چترها رو گذاشته و رنگهای قشنگی بعد از اینکه آفتاب میخوره بهش منعکس میشه اونجا. این هم از این. برگردیم به اون استودیوی جهانی خودمون که این ملاها میلیون ها دلار خرج ما کردن، اونو برای شما بذاریم. خوبه این استودیو؟ بله. آها خیلی من. خب به خاطر یک جوان نیست، به خاطر سیاه. بعد ما نگفتیم جنگ کنه، مگر هرچی پرزیدنت آمریکا بوده رفتن با این جنگ کردن. 70 سال پیش 80 سال پیش با پدر و پدر بزرگ این جنگی انجام شده، اون کره شمالی و کره جنوبی و اینها، هر دوشون تا امروز دارن ضرر میدن. یکی از ضرراش وجود آمریکا تو اون منطقه است. قرار نیست جنگ کنن که، ولی قرارم نیست بلندش بره اونجا هلک 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 من آمدم. اون نمیاد این وقت، این بلند میشه میره. این مایه سبکیه برای آمریکا، ولی این چون دلال پمپه هیچ براش مهم نیست، میگه میرم. اونای دیگه براشون مهم بود، اونای دیگه مشورت میکنن. بعد یه دفعه شما با یه جایی که صحبت نداری نمیای در حد رئیس جمهور شروع کنی، در حد معاون وزیر امور خارجه، بعد وزیر امور خارجه. این دیوانه است خانم، قبول کنید. شما برید بنویسید که ببینید چند نفر قبول دارن که این از لحاظ روانی استیبل نیست، یعنی تعادل نداره. من تنها که نمیگم که، بخونید. بعدم دوست داشته باشید نظرتون رو بگید، ما خوشحال میشیم. و اما امروز آقای امیر حسین لادن متاسفانه با ما نیستن، گفتن امیدواریم هفته آینده باشن. خوشحال میشیم و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، نظرات خودتون رو بگید، منعکس کنید. و من این چیزایی که میگم نظرهای خودمه، نه رشته سیاسی بودم نه در امور اجتماعی چیزی به اصطلاح تحصیلاتی دارم و واردم. به عنوان یه ایرانی که 3 کشور تقریبا اقامت داشته زندگی کرده، ایران و آلمان و اینجا، نظرات خودم رو میگم. شما به عنوان یه نفر که 3 تا ماشین داشته سوار یه ماشینی میشید، اگه گفت بهش میگه آقا بنزین بد زدی توی ماشین، پمپ بنزین ایرانی بوده هندی بوده، آب رفته تو تانکش یا آب کرده تو تانکش، بنزینت بده، این نظر شما، تجربه شما درباره این ماشینه. حالا ممکنه این ماشین رو ببرن مکانیکی بگه آقا این انجکتورش مثلا دیفکت بوده از کارخونه،
ولی شما نظرتو گفتی، حداقل باعث شده که اون بره ماشین ببره پلی مکانیکی که بلده. امیدواریم مکانیکی گوشش رو نبره که دوتا گوشش و خون و اینها دم دستش باشه. آقای خزایی ممنونم که این لینک رو فرستادی. نمیدونم چرا این دوچه وله وقتی شما لینک میفرستی اینو به این بزرگی نشون میده، یعنی باورت نمیشه ها. ببین این صفحه کامپیوتر من یک کامپیوتر 27 اینچه، اوکی، یعنی کوچولو نیست، ولی نگاه کنید. بذارید من بیام اینجا ببین وقتی من اینو باز میکنم چی میبینم. حالا یکم هم کامپیوتر بازی کنیم ببین. اینجوری نباید باشه عزیز برادر. در هر صورت میایم بالا. سلام و احترام دوستان عزیز، پریچه بی خدا. آره این پریچه بی خدا اون دفعه یک کتابی رو یه نفر آتیش زده بود، من به این گفتم چقدر خوب شد دیگه آزاد، کتاب قرآن آتیش زده بود، گفتم چقدر خوب شد دیگه آزاد شدیم، حالا شما کی میری ایران؟ گو آقا من جام تخت کجا میرم ایران؟ گفتم این همین بدبختی ما همینه، نشستیم جای تخت و راحت. اونایی که تو ایرانن هی الکی بهشون میگیم شما نادانین، شما فلانین، شما بیغیرتین. و اما برگردیم اینجا، بعدا براتون راجع به ایرانم میگم که من و شما چه فکرها میکنیم اینجا و ایرانی ها در چه فکرهایی هستن. ببخشید از اینکه زنگ بزنن براشون کاپوت و فیلم سکسی و اینا ببرن در خونه شون، از اینکه زنگ بزنن براشون مشروب ببرن در خونه شون. والا من و شما تو همه آمریکا هم میخوایم مشروب بخریم. فقط اون روز میخواستم برای مهمونی دان هولیو بخرم، این عرق فروشی سر خیابون ما، و آقا اینو نداریم، این خیلی چیز گرونیه. گفتیم خب خورد شکر خدا که شما نداری، چون اگه داشتی ما مجبور میشدیم بخریم. دیوان عالی اروپا گفته که حلال بودن گوشت به معنای سالم بودن آن نیست. اولایی که این گوشت حلال اینجا آمد و شناخته شد، یه عده‌ای نوشتن که گوشت حلال چون نوع سربریدنش اینجوریه و خون نمیمونه تو بدن و میره و اینا، خیلی از این گوشتایی که ما درست میکنیم سالم تره. بعد یکی یکی شروع کردن گفتن نه همچین هم نیست، مخصوصا ما چون با زمان پیش رفتیم و یاد گرفتیم چجوری به اینها قرص بدیم، دوا بدیم، چجوری بیهوششون کنیم قبل از اینکه سرشونو پخ پخ کنیم، حالا میگه که گوشت های حلال لزوماً معنیش این نیست که اینها سالم هستند. دیوان عالی اروپا میگوید گوشت حیواناتی که بدون داروی بی‌حسی ذبح شدن نمیتوانند برچسب ارگانیک داشته باشد. شکایت یک انجمن گفت که حمایت از حیوانات هست از این از استیک گوشت حلال چرخ کرده با از استیک گوشت حلال چرخ کرده، استیک که چرخش نمی کنه، با برچسب ارگانیک به دادگاه کشیده شده بود. بر اساس رأی دیوان عالی اروپا کشتار دام بر اساس دستورات دینی استانداردهای اتحادیه اروپا در مورد رفاه حیوانات را برآورده نمی کند و نمی تواند دلیلی برای ارگانیک بودن گوشت باشد. کارزار حزب کمونیست چین علیه محصولات غذایی حلال. و حالا ای کاش دوستان از این ماجرای کوشر، یا میدونید که اسلام به خودی خود هیچ چیزی جدید نیاورده، کاپی پیست از دین مسیحیت، مسیحیت کاپی پیست از کلیمی ها. حالا اون کلیمی ها از کجا آوردن هنوز معلوم نیست، اون بماند. این ماجرای گوشت حلال کلیمی ها، دوستای کلیمی مون که خیارشور هم باید حلال باشه، عرق هم که میخوای بخوری باید حلال باشه، باید اون رابای آخونده ملای مسجدشون یه پولی گرفته باشه که این عرقی که شما میخوری حلال باشه. کارمون خیلی خراب. خب ببرمتون ایران، بذارید ببینم یا به ترتیب. بله، Age of Surveillance Capitalism، یه خانم یه کتابی نوشته میگه ما به همدیگه میگیم که برو گوگل رو سرچ کن، یعنی توی گوگل بگرد. حقیقتا ما با رفتنمون اونجا به گوگل میگی من آماده ام، تو بیا هر چی میخوای از من
سرچ کن، جستجو کن، من بهت میگم و اونا این کار رو انجام میدن. بله. نه خانم میلانی، من اصلا هیچی به شما نمیگم، یعنی میگی این یعنی میگی اون، نه من همینه که گفتم، شما برای خودت معنی کن. تو رو خدا حالا که آمدی برنامه نگاه میکنی کاکو جون، خواهر عزیز، دعوا را ننداز، ما طرفدار دعوا نیستیم. من همینی که میگم میگم، ولی شما نمیای بگی چی میگی. شما هی به من میگی یعنی میگی این، من میگم امروز جمعه است، شما میگی یعنی یه روز قبل از شنبه است. بله خب شما میگی جمعه، منم میگم جمعه. چرا اذیت میکنی؟ عذابم نده. این پسر من وقتی خیلی کوچیک بود و همسر من مثلا بهش میگو که برات پرتقال باش کنم بخور، میگو مامان نمیخوام، میگو بخور برات خوبه، میگو مامان نمیخوام، میگو نه بخور خوبه، میگو عذابم نده، با همون لحجه شیرازی، حالا کاکو جون عذابم نده، خب برات میخونم. یعنی میگی پرزیدنت هاوی دیگه بشینه در اوال افیس هی قمپوز در کنه، به قول معروف از نظر ترامپ سنگ موف گنجیش هم موف، با رفتن به ویتنام اقلا به دنیا ثابت میکنه داره سعی خودش رو میکنه. نه خانم اینجوری نیست، به دنیا داره ثابت میکنه که ما قذافی رو کشتیم. آقای جان بولتون هم صریحا گفت، گفت شما اسلحه هاتو بذار زمین درست مثل قذافی. همه بهش گفتن خره که یکی بیاد اسلحه بکنه فلان جای اون چه ما چی میگن نبتر این و بکشتش درست مثل قذافی. شما نگاه کنید هر کدوم از اینا که اسلحه رو گذاشتن زمین اینا سوارشون شدن. ایران سیمان ریخت توی سنترفیوژاش، اینا سوارش شدن، تحریما رو چند برابر کردن. اگه وایستاده بود قدبازی در می آورد، همون حرفی که این آخوندان میزنن، بعضی وقتا شما اگه یه همسایه ای داری لات بولی میکنه، شما احتیاج داری به یه همسایه دیگه که از این کله خرتر باشه. جورج بوش رو احمدی نژاد نیزاش به ایران حمله کنه، چرا شما قبول نمیکنی؟ قبول نمیکنی نکن، من که به شما نمیتونم زور بگم که احمدی نژاد اگه نیامده بود بگه بیار آنچه داریز مردی و زور، جورج بوش به ایران هم حمله میکرد. ولی همه به جورج بوش گفتن آقا این بیکله است، این هزار تا مثل این داشته باشیم تو ایران تمومه. و 8 سال چند سال بود ایران جنگ نشد. ترامپ به خاطر منافع خودش داره میره، میره اونجا از مسائل و گرفتاری های اینجا فرار کنه، چند روزی اینجا نباشه. این اصلا باورش نمیشد که اینجا رئیس جمهور بشه. و من باور دارم که یه نفر این انداخت توی این چاله و حالا این دست و پا میزنه که در بیاد. دیگه چیزی که هست وقتی افتاده تو چاله، تو چاله هست. درصد اینه، کسی که پشت دوربین میشینه نباید اینقدر زود رنج باشه. خب تفاوت من اینه، شما پشت دوربینی، من جلو دوربینم. اشتباه ببین چقدر ساده اشتباه میکنی، من که زود رنج نیستم، من شوخی میکنم. ولی شما هزار تا فوش بده، شما که نه فوشی میدی نه چیزی میگی، ما کجا اون زود رنج؟ ما داریم نظرمون رو میگیم، شما به من میگی نظرت رو نگو، من میگم خانم نظر من اینه، شما بیا نظرتو بگو. آقای مانی خورسندی من زور میگم، آقای خانساری من زور میگم، آقای بیژن جعفری من زور میگم، یا خانم لیلا میلانی داره زور میگه به من، به من میگه شما اینه نگو. 30 بار گفتیم بابا چی بگیم. امروز تا دوشنبه، شما جمعه، شنبه، یه شنبه، دوشنبه وقت داری، 2 تا برنامه بنویس، بگو سوربی درباره این صحبت کن، درباره این صحبت کن، ولی درباره اونا 3 دقیقه بنویس تو من از نوشته شما بخونم. نمی کنید، وقت نمیذارید، فقط دوست دارید برید به همه هی بگید که نه این چیز که تو میگی درست نیست. میگن خب درست چی میگی؟ من نمیدونم. اصلا نمیگی من نمیدونم، میگی یعنی شما میگی نه نه ما معنی نداریم. مرسی خیلی ممنون. ترامپ 14 تا جرم، دامادش ماجرای اون تاپ سیکرت رو نمیدونم، چیزی که به اصطلاح این اصلا اینجا پول سازیه، وقتی یه نفر این داشته باشه میتونه بره جوای دولتی بگیره، قراردادهای مهم میتونه بره و اینها. و اما آقای نتانیاهو دوست عزیز ایرانیای متملق که هی میگن ما برادران اسرائیل هستیم، باورتون میشه این مردک باجگیری، رشوه، دیگه چی میگن کارهای دیگه، تقلب و اینها. دیروز این اندک شدن، یعنی محاکم شد،
یعنی الان دادگاه هم نمیره دیگه، اصلا محکومش کردن، یعنی اونم قبول کرده که این جرائم اتفاق افتاده، $100,000 شامپاین و سیگار و اینها گرفته، کارهای دیگه انجام داده. اون وقت این آقای نتانیاهو شده ناجی بعضی از دوستان ایرانی ما. باورتون میشه؟ ما عجب ملتی هستیم. یه سریش دنبال ترامپ دیوانه است، یه سریش دنبال نتانیاهوه، یه سریش هم دنبال آخوندا. بیچاره من و تو که نشستیم اینجا داریم همدیگر رو اذیت میکنیم. من میام نظرات خودم رو میگم، اتفاقا شما رنجیده میشی، بعد شما میام میگی یعنی این؟ نه، هیچ یعنی نداره. من نظرم رو میگم و نظر من نظر حداقل 60 میلیون آمریکاییه. یعنی شما میگی 60 میلیون آمریکایی اشتباه میکنن که ترامپ شارلاتانه؟ اونایی که 7 میلیون رفتن امضا کردن، اسم، آدرس، زیپ کد دادن که اینو پتیشن پر کردن، استشهاد پر کردن، تومار نوشتن که این مردک دیوانه رو از وایت هاوس بندازید بیرون، ایمپیچش کنید، استیضاحش کنید، جمله خودتون. یعنی شما میگید اونها هم دیوانه هستن؟ اصلا صحبت از دیوانگی و عاقلی نیست، صحبت از اینه که نظر من اینه که الان اینجا هوا ابره، امروز صبحم برف اومده بود ولی برف چیزی نبود، رفت گذشت. حالا شما بگو خورشیده، شما هم درست میگی، شما کالیفرنیا هستی، من اینجا هستم. شما فقط وقتی میگی به مردم بگو کجا هستی که بفهمن، نگن این سوربی دیوونه است. این خانم میگه خورشیده، ایرانی ها حرف خانوار بیشتر قبول دارن. این خانم میگه آفتاب و خورشیده، ولی این سوربی دیوانه میگه ابره. نه، واشنگتن هوا ابری است، کالیفرنیا هوا آفتابی است. دوتاشو بگین، هر داستانی چند تا قسمت داره؟ همه با هم بگین چند تا قسمت داره؟ دوتا. همه تون اشتباه کردین، سه تا. یکی نظر سوربی، یکی نظر لیلا خانم، یکی حقیقت و واقعیت که اصلا ممکن 180 درجه با حرفای من و ایشون متفاوت باشه. سلام سوربی جان. سلام آقای فرهاد زمانیان. دوستان این روی اسم فرهاد زمانیان لینک کنید، عکسای قشنگی درست میکنه. من همیشه عکسایی که این درست میکنه یا میکشه یا نقاشی میکنه یاد اون بیلبورد اینجا میگن، بیلبوردهای سینما، یا اصلا توش ایران یادم نیست چی میگفتیم، و ایران یکی از اونایی که اینها رو خیلی بزرگ، خیلی قشنگ، ببخشید اینو میگم، مثلا سینما دمکلی اگه عکس فروزان زده بود اینجوری خوابیده بود، قنبل خانم فروزان شما از کجا میدیدی؟ کجا بود سینما دمکلی؟ لطفعلی خان زن میرفت پایین، میشد سرا نمازی. بله، از سرا نمازی که میبدیم بالاتر همه قنبل خانم فروزان رو میدیدیم. ایشون نقاشی هایی که میکشه برای اون چیزای سینما و اینها خوبه. این مثلا یکیشه. میدونید که آقای رضا تنبل منتظره یک گروهی بیاد درست بشه، به این بگن آقا بیا بریم فلان رستوران خوراک بخوریم، اینم بلند بشه بره اونجا. به تازگی یک گروهی آمدن به نام ققنوس و اینها اینو دعوت کردن و بردن، و اینها گروه جدید رضا دیبا ققنوس، مرغ عشق بن سلمان. ولی چقدر قشنگ کشیده این حیوان ها. میدونید چی بود گفتن؟ لاشخور بهش میگفتن. نه، اینجا بهش چی میگن؟ خدایا یادم رفته. مثلا ببینید عقاب یا اون یکی شاهین، حتی کلاغ، اینا یک غرور خاصی دارن، یک، ولی این لاشخور اصلا قیافش هم چندشاوره و چقدر قشنگ ایشون رو کشیده. میگه که اشتباه میکنی، من هیچ وقت رنجیده نمیشم، این شما هستی، جبهه میگیری از طرف من، از خودت حرف درست کنی. شماره تلفنی که میشه گوش کرد لطفا یکی از دوستان اینجا بنویسه. اینترنت من خراب شده الان. من آهان برات بنویسم عزیزم، عزیز برادر. 605 475، بذار ببینم این 605 475 58 83. دوستان بنویسید برای این آقای اکبری. از بس گفتی من از اینترنت چیزی سر در نمیارم، فقط بلدم خاموش روشنش کنم، خراب شد اینترنته. دوستان اگه یه جایی هستید که نگاه کردن برنامه براتون مشکله،
و تلفن زدن و شنیدن برنامه براتون آسون تره، براتون ارزون تره، با شماره تلفن 605-475-58-83 اگر تماس بگیرید همین صدا رو میتونید اونجا داشته باشید و از مزخرفاتی که من میگم یا استفاده کنید یا اعصاب خودتون رو خراب کنید. در اصل این خانم در برنامه دموکراسی ناو میگه که شما فکر میکنی شما میری توی گوگل جستجو میکنی، اونها هستن که حقیقتا میان توی مغز تو، توی خونه تو، توی رابطه اجتماعی تو، توی رابطه عشقی تو دخالت میکنن و همه چیز شما رو میدونی. بعد میگه که حالا خوبه انگلستان و اروپا جلوی گوگل، جلوی فیسبوک یه مقداری وایسادن، قد عمل کرد. اصلا به فیسبوک میگن گانگستر دیجیتالی، دیجیتال گانگستر. یعنی اینا یادتون اون وقتا آل کاپون اینا با فیلم نشون میداد تو رکاب و ماشین وای میسادن میمدن تا 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 با مسلسل و اینا میزدن و میرفتن و میکشتن، به اینا میگفتن گنگستر، کسایی که جزء گنگ هستن، این باند و گروه های خطرناک. حالا میگه این فیسبوکه. پسرم دیدی چه قیافه‌ای داره؟ اصلا وقتی میبینیش فکر کنی وای یه $10 هم بذاری کف دستش، مظلوم. من نمیدونم اینا از یه کرات دیگه اومدن، شکل و ایناشون یه جوری. و اما اونایی که برنامه اسکار، جایزه اسکار رو دیدن، نه نه نه، قبل از اون اینو بهتون بگم، تو ایران خیلی ممنون آقای مانی خورسندی نوشتن 605-475-58-83 یه چیزی هم بغلش فارسی نوشتین، اگه فارسی ننویسین بهتره. بله آهان، والچر، والچر همون کرکس. خیلی ممنون دوستان عزیز، ممنونم از لیلا خانم نوشته این حیوانی که شما نشون دادید تو ایرانی بهش میگن لاشخور، به اصطلاح کتابیش اینا کرکس و اینجا بهش میگن ولچر. خب خیلی ممنون. بیاین ببینیم در ایران دوستان چه خبره. من و شما هی نگاه میکنیم اینا تو سطل آشغال دارن خوراک میخورن، نمیدونم زور بهشمون میگن، میزنن فلان و اینها، ولی این فیلم رو شما نگاه کنید. اولا این مشروباشون میبینید، نگاه که چند تا مشروب جلوشونه، بعد میگه که تحویل قلیون روشن در خانه شما به اضافه موزیک زنده، بهترین استارتاپ تاریخ فرستادن قلیون روشن به در خانه پلاس موزیک زنده. اگه قلیون رو هم پایه نبودین، خانندش به تنهایی از هر دو سیب آلبالویی بهتره. این دو سیب و آلبالویی و اینا میدونید این طعمای مختلف قلیون ها رو میگن. حالا گوش کنید ببینید چه خبره. والله من نمیدونم ایران اینجوریه، وقت من و شما توی آمریکا مثل سگ میدویم، مثل خر اسب میبریم، مثل سگ وحشی به همدیگه به حمله میکنیم، بعد ما فکر میکنیم زندگیمون خوب آزادیم، اون وقت اینا فکر میکنن دربندن. گوش کنید. چه کارشون؟ قلیون آماده با زغال روشن به درم منزلتونه. و کار دومشون موزیک زنده توی مهمونی ها داره همی ها تولداتونه. آنه قشریم تقدیم میکنم. خدایی خیلی بد میخونی، بذارید بریم. ولی میگه که قلیون براتون میارن در خونه روشن، یعنی ایرانی ها دیگه به جایی رسیدن که حال نداره بلنش آتیش گردون و آتیش را. این روزا که آتیش میذارن رو گاز، میذارن آتیش جکسون، یادتونه وقتا میگفتن زغالای جکسون، یا کبریت میذارن باش روشن میشه دیگه. نمیدونم من و شما توی دنیای زندگی میکنیم که خبر از دنیای ایران نداریم. آقا گرسنه هستن؟ بله هستن. خود دولت گفته اینقدر، الان بهتون نشون میدم، اینقدر ما کارگرای خردسال داریم، این باعث ننگ و خجالت
برای حکومت اسلامی، برای آخوندها که آمدند و گفتند که ما میاییم جامعه بی طبقه توحیدی. یعنی هر روزی که شما این بچه ها رو میبینید باید به خودتون بگید توف به شرف من، توف به غیرت من، توف به هر چیز چی میگم من، که بچه من الان تو ناز و نعمت در کانادا و این ورور داره زندگی میکنه و این بچه مجبور اینجا کفش واکس بزنه، مجبور در کوره های آجر پزی خشت آجر بماله و اینها. این تلفن ما دوباره یه مدتی، تلفن های قدیمی اینجوری بود، نزدیک دستگاهی که میذاشتی میگفت تق 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 مثل موتور گازی. حالا این تلفن ما از وقتی اومدیم توی این خونه، نه اون خونه هم همجوری بود، اب نداره دیگه، تلفن خودمونم مثل خودمون تق تقش رفته بالا. خب بذارید براتون یه خبری راجع به اسکار، اونایی که مسابقه که نه جایزه اسکار، برنامه جایزه اسکار رو دیدن حتما این آقای سیاه پوست رو دیدن که با این لباسش به اصطلاح جلب توجه کرد و خودش هم از قبل میدونست که این لباس بحث برانگیزه و میگه که آقای بیلی پورتر، بازیگر و خواننده آفریقای آمریکایی، در مراسم اسکار حاشیه‌های زیادی به وجود آورده است. این کلمه حاشیه هم ما وقتا نداشتیم تو ایران، الان میگن حاشیه، من نمیدونم چیه، ما خودم گفت بحث های زیادی، حالا حاشیه های. این هنرمند مورد تهدید قرار گرفته و در صفحات شبکه های اجتماعی از او به عنوان سیاه پوستی یاد شده است که تهدیدی است برای ارزش های مردانگی سیاهان. بیلی پورتر پیش از حضور در مراسم فرش قرمز اسکار در مصاحبه با مجله او گفته بود که مردم امشب با لباسم خیلی راحت نخواهند بود، اما انتخاب پوشش من به کسی ارتباط ندارد. او گفت میداند که لباسش امکان دارد بسیاری را خشمگین و ناراحت کند. با وجود گذشت بیش از 48 سال از این مراسم، همچنان بیلی پورتر آماج حملات ناشی از نفرت در شبکه‌های اجتماعی است و مطالب بیشتر این و اون. ببینید این دنیای هنر همش میگردن یک کاری انجام بدن که سر و صدا ایجاد کنه. خانم چیه این گاگا، لیدی گاگا با اون هنرپیشه یه فیلم بازی کردن، ستارز بون، یعنی ملرچ، و قرار بود توی اسکار آهنگی رو که تو اون فیلم خوندن بخونن و اجرا کنن. اینا اینقدر هی به هم ور رفتن و اینا، تا دیروز که پنجشنبه بود، اسکار یه شنبه بوده، یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنجشنبه، پنج روز بعد از اون هنوز داشتن حرف میزنن. آخرش هم آمد هم تو تلویزیون گفت هم تو رادیو گفت این سوشال میدیا، این به اصطلاح رسانه های اجتماعی، توالت اینترنت. یعنی بعد از اینکه اینترنت درست شد، خب باید یه جایی هم هر خونه شما درست کنی یه توالت باید داشته باشه، مسافرخونه درست کنی باید یه توالت داشته باشه. میگه سوشال میدیا، فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و اینها، اینا توالت اینترنت هم. اینم خانم لیدی گاگا دیرو گفت. بله ایشون هم درست میگی، شما میگه که خانم لیلا، این یارو هم برای جلب توجه این کار کرده. آمریکایی‌ها هم همه چی رو از آمریکا تقلید میکنن، غیر از تقلید آزادی داشتن و رها شدن از آخوندهای اهریمنی. آقای مجید آقا میگه این مشاغل ایجاد شده در ایران آدمهای باهوشی بودن که جیب بچه پولدارها رو خالی میکنن. خب اگه اینجوری باشه، باز اقلن اینا نشون میده سهمشون از پول مملکت رو به این وسیله میگیرن. آقازاده تنبله نمیخواد آتیش گردون را بندازه، این یکی براش این کار انجام میده، میره پول میگیره ازش. و همه دنیا همینه یعنی. ولی این که این شغلا تو ایران را افتاده، چرا به فکر رهایی و آزادی نیستن؟ برای یه روز، برای یه ساعت خودتونو بذارید به جای یه ایرانی در ایران، با فامیلتون تماس بگیرید، بگید که شما چرا کاری انجام نمیدی. اولین جوابشون اینه که چه کاری ما باید انجام بدیم به نظر شما، بعد احتمالا تواناییش نداره. دومیش اینه که چه کاری من انجام بدم که چه کسی رو بیارم. آقا رضا بنگی رو بیارم؟ بنگی نیست، اینقدر سیگار میکشه ممکنه بنگی هم باشه، نمیدونم.
باید از آقای انصاری سوال کنم ایشون هیچ وقت بنگی منگی حشیشی چیزی هم میکشیده یا نه؟ کی رو بیاریم؟ چه کسی رو بیاریم؟ بارها گفتم این آخوندها دیگه اونایی رو که باید میکشتن کشتن، پولایی رو که باید میدوزیدن دوزیدن، گرچه دوزدیدن هیچ وقت سیری ندارن، بازم خواهند دوزدید و نمیدونم. زنگ بزنید به دوستاتون به فامیلاتون، اگه کسی رو دوست و فامیل در ایران ندارید فکر کنید ایران هم مکزیکه. مگه شما به یه مکزیکی میگی چرا آقا خودتو آزاد نمیکنی؟ طرف میگه چه آزادی، شما چی داری اونجا که فکر میکنی من ندارم؟ هر کسی تو ایران لابد یه دلیلی برای خودش داره که من آقا امنیت داریم فلان، فوش میدن مستقیما به پلیس تو خیابون فوش میدن. شما اینجا جرأت داری تو کالیفرنیا تو ال ای هستید یا هر جا هستید جرأت دارید به یه پلیسی بگید بالای چشم ابروه؟ نمی. اکثر فیلمایی که در اسکار اس بردن همه فیلم‌های مزخرفی هستن. یه خانم ایرانی هم که من اون روز اسمشو ریبکا یا رایکا یا هم چیزی گفته بودم، گویا یه جا هم اشتباهی گفته بودم زایکا و پتیک به من گفت که خانم رایکا هست، رایکا، و درباره زنها هم بوده، درباره اون برنامه پریود شدن یا قاعده شدن و اینها و اون عادات ما، عادت ماهیانه و تأثیرش در بهداشت در هندوستان به اصطلاح. و اما حالا برای اینکه به شما ثابت بشه که برنده این دیدار یا این سامیت آقای ترامپ نبوده، تلویزیون‌های کره شمالی رو شما نگاه کنید، میدونید که این دیکتاتورها همونجوری که خامنه‌ای تو خیابونا پشت برجا و پشت چیزا عکس خودش گذاشته، دیکتاتورها همیشه دوست دارن عکس‌های بزرگی از خودشون داشته باشن، مجسمه‌های بزرگی داشته باشن، تلویزیون‌های بزرگی در مراکز شهر باشه اینها رو نشون بده. پوشش مثبت رسانه‌های دولتی کره شمالی از مذاکرات نیمه تمام ترامپ با کیم. تلویزیون دولتی کره شمالی روز جمعه اول مارس، همین امروز 10 اسفند، با اشاره گذرا به دیدار نیمه تمام رهبر این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نشست هانوی را سازنده خوان. ناظران معتقدند پوشش معتدل اخبار مذاکرات کیم جون اون و دونالد ترامپ و برجسته کردن جنبه‌های مثبت این نشست از سوی رسانه ملی کره شمالی حاکی از تمایل این کشور به ادامه مذاکرات رفتش. دستمون اشتباهی یه جای دیگه کلیک کرد، این بغل اگه کلیک کنی اینجوری میشه. و اینم دیدار اینها. و برخلاف گذشته پوشش رسانه‌های دولتی کره شمالی از دومین نشست ترامپ، اون که در هانوی پایتخت ترامپ و اون اسم مرده پایتخت ویتنام، هانوی پایتخت ویتنام برگزار شد، خالی از نوت‌های آتشین درباره برنامه‌های تسهیلات هسته‌ای این دو کشور و تحریم‌ها بود. اینم عکسشون رو خیلی جاهام تبلیغ و خیلی جاها گفته بود مواتون اگه بخواییم مثل اینا کوتاه کنیم براتون پول نمیگیریم، که ما رفتیم موامون کوتاه کردیم. خب راستی چیه؟ یه اینقدری که موی آدم بلند میشه، ما از وقتی اومدیم اینجا وقت نداشتیم بریم سلمونی، اصلا فکر میکنی چی میگن مقشوش میشه آدم، فکر میکنی اصلا یه چیزایی ریخته به هم، کلت سنگینه، بعد که مواتو میزنن آره موها هم سفیده، رو این چیزی که میریزن سیاهه پیدا میشه، وقتی میریزنش پایین همش اگه وزن کنی نمیدونم چند گرم میشه، ولی فکر میکنی داری دیوونه میشی فلان اینها. دیگه رفتیم و کوتاه کردیم. هالیوود میخواد از رامی ملک یه عمر شریف بسازه، ولی کور خوندن. رامی فقط تو این فیلم بود، همین رسلی جلب توجه کرد، بعد از این فیلم میره جز به فراموشی سپرده، میره جز فراموشی ها و سپرده میشه. نه never say never. شما این دنیای هنر قلابی و اینا رو به اصطلاح دست کم نگیر و نمیدونی اگر این آقای یانی هست خداییش موزیک شما گوش بدید،
سالها پیش همینجا کنسرت جا گذاشته بودن، سر و کله میشکندن مردم که برن یانی رو ببینن. چرا؟ این آقای تصادفا آشنا شد با یک خانم مسنتر از خودش، پولدارتر از خودش، رابطه داشت در کار هالیوود و فیلم و اینها. این یانی رو یک شبه از یه چهره ناشناس کرد یانی. ولی شما درست میگی، من همیشه گفتم اسم خوبی براش گذاشتن، یانی یعنی خمیازه کشیدن. موزیک چی میزنه این که بردنش توی جاهای یونان نشست و 8 کیبورد و پیانو میذاره برای خودش میزنه، شانس بگیره، right time right place right connection. این کانکشن از اون دوتا مهمتر. بله. و اما ساعت تقریبا 3 بعد از ظهر، چانه‌زنی عربستان برای جلوگیری از تصویب فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا. گند عربستان به شدت در اومده، الان فیلم‌های مختلفی ریپورت یا گزارش‌های مستند هست که اینا اصلا مافیا هستن. و شما میدونی عربستان حکومتیه که اصلا کشوره اسمش، اسم فامیل یک خانواده است، آل سعود، سعودی عربیا، یک کشور نیست مثل آدم، مثل کشورهای دیگه اسم داشته باشه، اسم فامیل رو گذاشتن رو. و واژگونی اتوبوس در بزرگراه تهران قم 8 کشته بر جای گذاشت. واژگونی اتوبوس در این، بله، آمریکا برای پسر بن لادن 1,000,000 دلار جایزه تعیین کرد. گویا پسر بن لادن میخواد دوباره اون القاعده رو برگردونه به روزی که باباش جی از یه پسرش هم رب با یه هنرپیشه بود یا خواننده بود ازدواج کرد، اون مثل که کاری به خیر شر چی نداره. این پسره احتمالاً جوان‌تره. اینا میدونید بن لادن اینا هر کدومشون هر جایی که بری چند تا توله دارن. و اگه اشتباه نکنم چند روز پیش رئیس CIA گفته بود ما اشتباهاً گفتیم بن لادن مسئول سپتامبر 11 بوده. نمیدونم، من خواب دیدم به نظرم اومده یا واقعا یه جایی دیدم، چون بعضی وقتا دیگه شما از بس خبرها رو میخونی و میاد و میره دیگه نمیدونی که واقعا دیدیش. حالا تازه اگه دیدیش هم واقعی بوده یا جوک گفتن شوخی بوده، کسی خبر داره؟ کسی میتونه اینو گوگل کنه که این خانم، من بهشم میگم هسخول مال رئیس سازمان CIA همچین چیزی گفته باشه یا نه؟ و سبکش در زمان خودش تازه بود. سبک کی؟ خانم جیلانی، عمر شریف رو میگید؟ خب ببینید، یه اشتباه دیگه که ما ایرانی ها میکنیم، مثلا هنرپیشه وقتی میاد که این خودش که داستان رو ننوشته، سناریو رو یکی دیگه نوشته، بعد هنرپیشه کارگردان، اینجا کارگردان ها رو خیلی بهشون اهمیت میدن، در صورتی که ما اصلا ایران کارگردان ها رو نمیشناختیم. ما حتی هنرپیشه‌ای که به عنوان میگفتیم هنرپیشه نقش دوم، اونا رو خیلی حساب نمی، آخری ها یکم اومده بود که آقا فردین و بیکمان وردیه، فردین و رضا فاضلیه، فردین و مثلا ناصر ملک بوتهیه، و همیشه فقط همون نفر اول. و این خانم ها هم هر کدومشون که لخت شدن بیشتر جاهاشون نشون دادن، اسمشون اونجا بزرگتر نوشتن، و الا به هنر و به این چیزا نبود. خب یعنی سبکش در زمان خودش تازه بود. باور کنید اینجوری نبود. من میخوام بگم که به من و شما الحاق کردن که این سبکش تازه است و میکنه، مدیا این کار رو میتونه، قدرت داره انجام بده. شما از امروز فکر کنید، شب شام خوردید، آماده هستید برید بخوابید، میگه حالا یه نیم ساعت دیگه تلویزیون نگاه کنم، نشون میده بستنی، شیرینی، مکدونالد، شما احساس میکنی گرسنته، احساس میکنی شیرینی بدنت کمبود داره، باید بری شیرینی بخوری. این چیه؟ این قدرت مدیا رو مغز من و شما اثر گذاشته. کسی که شامش خورده، اون چیزی که دوست داشته تهیه کرده خورده، گفته دیگه دستید 2000 کالری 1500 کالری امروز تامین شد. رسانه به شما میگه نه بلانش در یخچال باز کن، نورم میندازه توش، ماسا ردیف رژه میرن از این ور از اون ور. چند بار دیدید خوراک خوردید دارید میرید،
بچه مکدونالدی که میبینه درد من مکدونالد میخوام، خوراک خورده سیرشه، اون اسباب بازی که مکدونالد تبلیغ میکنه تو مغز این فکر میکنه احتیاج داره به مکدونالد. اگر این تبلیغ ها مؤثر نبود، یه هنرپیشه ای رو آوردن ماشین لینکون، این ماشین های بزرگ آمریکا، یه مدت اصلا مرد، از بین رفت. دلیلش گرونی بنزین بود، دلیلش این بود که ماشین های ژاپنی و کره ای و اینها آمدن، ماشین های کوچیک کم مصرف، بعد 10,000 مایل 10 سال بهتون گارانتی و وارانتی و ضمانت میداد، بعد همه گفتن اینو بخریم. بعد ریسل ولیوش هم خوب بود، بعد از 5 سال می‌خواستی بفروشی یه دفعه بدم گفتن شده یه آهن پاره. حالا اومدن دیدن آقا چیکار کنیم، یه هنرپیشه معروفی رو آوردن تبلیغ لینکلن میکنه، میگه از موقعی که این آقا رو آوردین تبلیغ لینکلن انجام میده، فروش این ماشین رفته بالا. خب این دقیقاً همین که اینا میتونن رو مغز من و شما اثر بذارن، میتونن به من و شما بگن این یعنی اصلا خدای موسیقیه. شما ببین، ما یه دوستی داشتیم رفته بود، یکم فامیلم بودیم، رفته بود این فیلم گادفادر رو دیده بود، پدرخوانده، بعد میگو که شما اصلا داستان فیلم رو ول کن، حرکت دستهای مارلون براندو، آقا مارلون براندو نقشه پدر مافیایی بازی کرده، حرکت دستها، این بیچاره غرق شده بود توی، شما اونو ولش کن، چون پاریس هستی، چون من اومدم رفتم تو صف 3 ساعت وایسادم اون موزه لوور و این خانم که چیه اسمش، لبخند جوکوند یا چی بهش میگن، بگید دیگه، اونو دیدم، رفتیم خب تو صف مردم میرن، دیدم یه آقای وایساده تکون نمیخوره، صف هم بند آورده همینجوری وایساده، زدم اینجاش بهش گفتم بابا میبینی مردم وایسادن، خب برو دیگه وایسادی که چی، این خانم بگید دیگه اسمش کیه، میخوای بیاد از تو تابلو ببوسته. چند شب پیش یه جایی بودم میگفت که نه به اینجوری هم نیست، شما برو این عکس رو نگاه کن، هر جا میری چشماش شما رو نگاه میکنه. میگم خانم آقا وقتی که یه نقاش نشسته اینو کشیده، یا تو مغزش یا دیدتش، هر کی مونالیزا یا دوربین عکاسی، شما من الان نگاه اینجا میکنم، شما بلند شو برو اون ور، باز من دارم نگاه شما میکنم، اونجا هستی یا دارم نگاه میکنم، حالا برگرد بیا اینجا، بازم دارم نگاه میکنم، برو برو اونجا، بازم دارم نگاه میکنم. این حالت چشم تو همه چی موجوده، چه جوری ما ازش یه چیز بزرگ ساختیم؟ نه مونالیزا نگاه میکنه، بله مونالیزا وقتی من $30 دادم بلیت رفتم اونجا، از دم در داشت منو نگاه میکرد، گویا یه احمق دیگه هم اومده که پول بده به ما. اینا چیزایی که درست میکنن، و الا خود این نقاشای بیچاره در زمان زندگیشون همه گرسنه، و با اون یکی کی بودم گوش خودشو کند، بگید ون گو دستا ممنونم. You can fool some people not all people. مونالیزا خیلی ممنون مونالیزا. بله خب سبک گلوبالیزیشن بود. اما این گلوبالیزیشن یعنی چی؟ یعنی تو موزیک اینو کرد جهانی، یعنی این آقای یانی از موتسارت، از اون یکی دیگه بتهوون، از اینا یک کار بزرگتری انجام داد تو قرن بیستم، با این همه وسایل، با این همه چیزای الکترونیکی، با اصلا شما ممکنه این اینجوری میکنه، ممکنه این پیانوهای پشتش سیمی چیزی نبوده، یه موزیک پلی میکردن، ولی اون بدبخت بتهوون اون بود کر بود، یا نمیدونم، در اصل شادم من دیوونه شدم، شادم من میخوام مردم رو فول کنم، خیلی خوشحالم که این چیز خوشحالم که لیلا خانم اینجا هست و جز اونایی هست که به قول خودش میگه ما نتونستیم فولش کنیم. بله میگن لوف دیدن داره، بله بله، مخصوصا اون قسمت هایی که مال ایران هست و اینا، من لذت بردم، بیشتر از موزه های ایران من اونجا چیز دیدم، هم اونجا هم انگلستان. بعد انگلستانم که رفتم، اتفاقا یه موزه بود مجانی بود، رفتم درش باز بود، گفتیم اینجا چه خبره، گفت موزه است، گفتیم بلیت کجا بخریم، گفت بلیت نمیخواد، رفتیم داخل و یک فرشی رو گذاشته بودن که هر از 2-3 ساعتی یا 1 ساعتی چند دقیقه فقط نور روشن میشد تا شما ببینیش، چون میگفتن نمیخوایم این نور اینو خراب کنه. هر کسی اسم این چیز رو میدونه بگید. دستم ممنونم. خانم جیلانی میگه سبک خودش بود، باقیش مهم نیست. خیلی ممنون.
سعید میگه سوربی you do not have artistic sense، میگه تو حس هنر و اینا نداری. خب ندارم، قرار نیست که همه داشته باشن که. خیلی ممنون. و نظر من اینه، شما نظرت چیه آقای سم؟ رفتی این موزه لوف؟ رفتی وایسی 2 ساعتی منتظر باشی که این مونالیزا دستش از این زیر چادرش در بیاره و بگه خفم کردی از بس نگاه کردی، بی برو، میخوای چی کار کنی؟ میخوای برات لخت بشم عربی برقصم؟ و اینم از این. مرسی دوستان، ببخشید اگه من گاهی چیزایی که میگم مورد پسند شما یا دلخواه شما نیست، و این نظر من، نظر خودم رو میگم. و بعد از 20 سال بودن با ایرانی ها رسیدم به یه جایی که تعارف نکنم، پالیتیکلی کورکت من حرف نمیزنم. اگر به یکی میگم آقا بتمرگ، میگم بتمرگ. اگه به یکی میگم بفرمایید، میگم بفرمایید. و نمیام اگه قراره به یکی بگم بتمرگ، بگم بفرمایید بشینید. نه، بچه میگم آقا دیوونم کردی بتمرگ. و اینجوریه. امیدوارم شما اینو دوست داشته باشید. جنگ در خلیج فارس. ببینیم این دوستمون از خلیج فارس برامون چی فرستاده. جنگ در خلیج فارس. و اما این فیلم هم یکم طول میکشه تا باز بشه. آها آها، این فیلم قشنگ. من البته با اینم موافق نیستم. گفتم تو اون روز یکی به من گفت آقا تو به ما بگو با چی موافقی، کی خوبه. گفتم تو خوبی، شما اگر بگی میخوای لیدر بشی، رهبر بشی و میخوای بری ایران، من دنبال شما میام. و کی برین؟ دیگه رفتشو خبری ازش نشد. بریم با هم این فیلم رو یه دقیقش ببینیم، کافیه. سلکت ایریا، چشم، اینجا سلکت میکنیم، این میاد کامرای 3 برای شما، کامرای دیگه برای من. با هم صداش رو هم میشنویم. توی این ویدیو میخواییم با همدیگه یه بررسی داشته باشیم در این رابطه که اگر جنگ بین ایران و عربستان اتفاق بیفته چه اتفاقی توی اقتصاد جهان رخ میده. این مطلب خلاصه ای از دانشنامه جنگ مجله وارد وار هستش. دکتر فرانس ژیرس، استاد دانشگاه و مفسر جنگ و رئیس اتاق جنگ ناتو در اتحادیه اروپا، علت ناتوانی غرب در حمله به ایران رو اینجوری توضیح میده. فرض بر این که جنگ بین ایران و عربستان آغاز بشه و شروع جنگ کلید بخوره. در ساعت 5 صبح اولین روز نبرد، تنگه هرمز ضمن مینگذاری وسیع با ناوگروه ارتش جمهوری اسلامی ایران هم کنترل خواهد شد. هر روز 3 نفکش عظیم با توجه به حجم زیاد صادرات عربستان از تنگه هرمز عبور میکنه که این 3 نفکش سریعا مصادره و تمام پرسنل اون اسیر میشن. 4 سکو و میدان مشترک بین امارات و قطر با ایران سریعا توسط ایران بسته میشه. تنها با شلیک یک موشک از نوع شهاب 1 کل. خب این 1 دقیقه شما براتون گذاشتن، نظر شما چیه؟ اگر به این سادگی بود که ایران تا حالا 10 بار جنگ را انداخته بود، اگه اینجوری بود که تنگه هرمز رو میبست و دنیا رو فلج میکرد. آقا خانم، الان آمریکا اولین تولید کننده نفت شده، اینقدر خریدن و هیک معدن کردن و اینقدر سوراخ کردن این ورور، با اون قانون جدید فرکشن نمیدونم فلان که گاز تزریق میکنن به زمین و در تمام دنیا زلزله ایجاد میکنن و نفت میکشن، الان بزرگترین تولید کننده نفت شده. اینجوری نیست که گره زدی تنگه هرمز رو، نفتار میگیره اینا رو بازداشت میکنه. نمیدونم، در صورت خانم جیلانی میگه بلوف، کاملا درست. ولی یادتون باشه خانم جیلانی، پوکر بلدی؟ یکی از چیزایی که طرف پوکر باز خوبی هم بلوف زدنه، یا همون میگن پوکر فیس، صورتی داشته باشه که طرف نتونه بفهمه که دست شما خوبه یا بده. و به همین خاطر خیلی هاشون عینک میزنن که طرف از حالت چشمشون نفهمه. میگه سوربی من موزه لوور رو ندیدم، ولی موزه پانچوویا محل شروع انقلاب مکزیک را دیدم در ایالت زاکاتکا. و خانم تنازی میگه که صف ورسای طولانی تر است، البته اگر فردا جلیق زردها اونجا برون. نه، خبری از صف نیست. بعد مجید میگه که بیچاره یانی رو با خاک یکسان کردید. نه، الان خیلی
چیزاش دیگه نه کنسرتی میذاره نه چیزی، پولاشو جمع کرد برای بازنشستگیش هم بسه. میگه بالاخره یه چیزی در وجودش بوده، وگرنه چرا من با یک پیرزن هالیوودی چرا به جایی نمیتونم برسم؟ تو باید پیرزن هالیوودی هستی اگه خانومت بفهمه، مثلا اگر اون بچه خواهر خانومت بفهمه که به تو میگفت چی آقای، یه فامیل دیگه هم میگفت. خیلی جالب. اطلاعات سپاه جدیدن از این فیلم ها زیاد میسازه، البته در صورتی درسته که طرف جنگشون ماکت. بله منم فکر میکنم که این فیلم مال اطلاعات و اینها باشه. البته یه مصاحبه من چند مدت پیش پارسال انجام دادم با آقای شاهین ترکمان، و آقای شاهین ترکمان اون موقع بود که همه مسخره میکردن، هی میگفتن آقا اینا رفتن پول دادن به جیبوتی، پول دادن به کشورهایی که اصلا ما بلد نیستیم کجای جهان هست و اینا. ایشون یکی گفت هر کدومشو میگید بگید تا من بهتون بگم آخوندها چرا این کار کردن. آخوندها امروز دارن سرمایه گذاری میکنن برای فردا. خیلی هم میگفتن چون کشورهای درست حسابی فردا به اینها راه نمیده، همون جوری که به شاه راه نداد، اینا اقلا از حالا دارن میرن میخرن اون کشور رو، یه قسمتشو میخرن برای خودشون. البته نمیدونن که اگر تقی به تقی بخوره همونا هم میزنن زیر قراردادها و قبول نمیکنن. روزگار غریبیست نازنین، دهانت را میبویند. اصل و فصل، این خیلی جالبه دوستان، بذارید من بهتون اینو نشون بدم. باز این دوستمون یک چیزی فرستاده که اینفورماتیو هست، یعنی حاوی اطلاع. میگه Did you know these non-Arab countries actually have some Arabian genes؟ میگه شما میدونستید که این کشورهای غیر عربی جینه یا ژن عرب داخلشونه؟ جورجیا دیدی؟ گرجستان دیگه نه؟ جورجیا 5% 5%. ایران top of the line 56% ژن ایرانیا عربه. لیتوانیا people of Kenya 2%. native of Madagascar 2%. اون که دیگه شاخ آفریقا است. The Northern Caucasus including داغستان و آذربایجان 9%. تاجیکستان 6%. ساردینیا 3%. Southern India 2%. Western India 6%. اندونزی 6%. اثیوپیا 11%. اشکنازی، دوستان کلیمی یا جهود اشکنازی، 10%شون عربه. خب البته اینا رو اگر کسی می نوشت که این آمار از کجا گرفته شده خیلی بهتر بود. و اما میگه که واقعیت هایی از داخل ایران، کمبود حداقل 270 آمبولانس در تهران. خب یکی از شغلای خوب باید یه عده بلندشن برن از این سرویس های آمبولانس خصوصی را بندازن، بعد اجاره بدن به دولت، دولت هم لابد پولاشونو میخوره. واقعیت های از داخل ایران، کمبود حداقل 270 آمبولانس در تهران. و میگه که پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران درباره استانداردهای ایمنی اورژانس در شهر تهران گفت شهر تهران با احتساب جمعیت شناور و شهرهای اطراف حدود 14 میلیون نفر جمعیت داره. من شنیدم 18 میلیون نفر، ولی وقتی که آمارها یک جای درست حسابی اعلام نمیشه، هر کی هر چی دلش میخواد بگه. خانم طنازی میگه اسپانیا رو جا انداخته اون آمارها، اسپانیا بیشتر از همه عرب دارن در خونشون. خیلی ممنون. بله میگه که ما بر اساس استانداردهای جهانی در ازای هر 20,000 نفر جمعیت به یک دستگاه آمبولانس نیاز داریم، یعنی باید در شهر تهران حدود 500 دستگاه آمبولانس داشته باشیم. این در حالی است که تعداد آمبولانس های اورژانس در تهران تنها 230 دستگاه است که تعدادی از آنها نیز فرسوده شده و نیاز به تعویض یا نوسازی دارد. وی گفت
برابر استانداردها به ازای هر 1,000,000 نفر جمعیت باید 1 فروند هلیکوپتر امداد هوایی فعال باشد. اما در حال حاضر به جای 14 هلیکوپتر تنها 2 هلیکوپتر داریم، یعنی تعداد موتورلانس اورژانس نیز باید بین 400 تا 500 دستگاه باشد. اما در حال حاضر این تعداد حدود 250 دستگاه موتور امبولانس است. یادتونه من یه فیلمی به شما نشون دادم، یه دوست کلیمی آمده بود گفته بود که ما مشکل این که آمبولانس ها تو ترافیک میمونن اینا رو حل کردیم، یه چیزی درست کرده بود شبیه اوبر برای آمبولانس ها. مثلا سوربی در این منطقه ویرجینیا با اینا تماس میگیره ببخشید این قهوه است، بی خود نی قهوه رو میریزن توی ماگ یا تو اون لیوان هایی که توش پیدا نباشه، چه رنگ زشتی داره بمانه. سوربی تماس میگیره با اون شرکت، میگه من گاهی بیکارم، میتونم کمکتون کنم. و اونا موتورسیکلت بهش میدن، بهش آموزش میدن که چجوری کمک های اولیه رو انجام بده تا آمبولانس برسه. اگر یه نفر 2 کوچه پایین تر براش اشکالی پیش بیاد، این بیپر یا تلفن سوربی بهش زنگ میزنه، این میره اونجا تا این داره ممکنه همین از مرگ طرف پیشگیری کنه تا آمبولانس اصلی از تو ترافیک و از تو خیابونا برسه. اونم حتما شما دیدید، اگه ندیدید یه دلیل دیگه‌ای که تلویزیون مردم رو شما باید بیشتر نگاه کنید. و اما بعضی وقتا دوستان برای من یه چیزایی میفرستن، من برای بهشون میگم شما اگر تلویزیون مردم رو نگاه کرده بودید این رو 3 روز پیش میدیدید. خب این ماجرای گربه و سگ و ضرب المثل هایی که مخصوصا تو ایران بود، میگفتن که مثلا این خواهر برادری مثل سگ و گربه یا این دوتا کاسب هر روز مثل سگ و گربه به هم میپرن، این نگاه کنید این نمونه جالبیه. یک لحظه اجازه بدید و با دقت ببینید چجوری سگ اینو چرخون، سالتا میگفتن چی میگه چرخون زد زمین و اینا، ولی بله گربه ها زد تو سر این گربه بیچاره، چپوندش توی اینم برای روز جمعتون. جالبه. خب این صاحبان گربه و اینا بعض وقتا دوربین خودشون دستشونه، بعض وقتا دوربینایی که تو خونه گذاشتن که به اصطلاح اگر کسی میاد دزدی چیزی اینا داشته باشن این چیزها رو فیلم برداری میکنه. و جالبه ببینیم که چی میگن. این خانم پریچه بی خدا گفته که اگر امکان داره اینو برای دیگران بفرستین. دوستان عزیز اگر بازدید کننده این ویدیو بیشتر از 1,000 نشود بنا به اختیار یوتیوب حذف خواهد شد. چه دروغا میگن برای که 2 نفر دیگه بیننده بشن. کجای یوتیوب؟ ما الان 20 سال یوتیوب که بده 20 سال هست، نمیدونم کی بوده بنویسید هیستوری آف یوتیوب. ما هیچ وقت ویدیو اینجوری نبوده که بگن چون 1,000 تا نشده ما ورش میداریم. من نمیدونم شما که به این سادگی دروغ میگین چجوری انتظار دارین مردم حرفای شما رو قبول کنن. این همون خانمیه که نشسته بغل یه بخاری تو خونه یه گرم و نرم قرآن رو میسوزونه. حالا این یکی دیگه همون خانم پریچه بی خدا که بهش میگم شما کی میری ایران، میگه من جام گرم و نرم نمیرم ایران، میگه اگر اینو برای دوستاتون نفرسین و بیننده هاش به 1,000 تا نرسه یوتیوب ویدیو رو برمیداره. یوتیوب این ویدیو رو باید برداره چون باعث میشه که یه نفر احمق بیاد به این خانم حمله کنه به خاطر که این کتاب رو سوزنده و بعد یقه یوتیوب رو میگیرن. اگرم اختاری بهش دادن برای اینه، نه برای اینکه 1,000 ولا یه آدمی یه نفر بکشه فیلم برداری کنه بذاره اونجا، اگه 100,000 نفرم نگاه کنه تا به یوتیوب رد فلگ بفرستن و ریپورت کنن ورش میداره. چرا دروغ میگی؟ ای کاش دروغ حناق بود و ای کاش اگه من دروغ میگفتم اولین نفری بودم که حناق میگرفتم میمردم.
لیلا خانم چقدر خوشحال میشه، میگه خدا کن. خب ببینیم که دیگه چی برامون فرستاده. بله، این آقای زمانیان خونخوار اشرف سه عکسای مریم رجوی و اینا رو میفرسته و کارش جالبه، حتما نگاه کنید روی صفحه فیسبوکش. سوربی، برای یادآوری، مایکل کاین وکیل صاحب کمپانی تاکسی در نیویورک است و مدالیون تاکسی دارم. برآورد قیمت حدود 500 هزار دلار است. اولا این مدالیون اینا از موقعی که اوبر اومد تقریبا از بین رفت، شد زیرو. بعد این خودش حتی تو اون دادگاه، نه تو اون جلسه ای که صحبت میکرد، ازش میپرسیدم تو حالا داری میری زندان و اینا، خرج و اینا کی میده؟ گفت که حتی این وکیلا با من قرار گذاشتن بعد از 3 سال که اومدم بیرون، تو این مدت حالا بعد کتاب مینویسن، قرارداد فیلم براش چیز میشه اگه زنده بمونه. یادتون باشه خودش با زبان خودش گفت ترامپ آدمیه که به اصطلاح افراد رو تهدید میکنه. ازش پرسیدن تو هیچ وقت شاهد بودی کسی رو تهدید کنه؟ گفت خودش نمیکنه، احمقای مثل اینو راه میندازه که برن تهدید کنن. شما باورتون میشه وقتی بهتون گفتم همین شاه و اطرافیانش به اون مدرسه تو سوئیس گفته بودن که ریز نمراتش رو نگرفتن دیپلمش رو اینها رو اعلام نکنن؟ این تهدید دیگه. یا یه کمک میفرسن، میگن ما اینقدر پول میدیم در قبال شما باید تعهد بدی که هرگز شماره تلفن، شماره این ریز نمرات سوربی رو مثلا منتشر نمیکنی. اونا هم وقتی امضا میکنن دیگه تعهد دادن. این مردک به مدرسه و دانشگاهی که رفته گفته شما حق نداری نمرات اون SAT و نمرات دیگه من رو منتشر کنید. کی تهدید کرده اونا رو؟ همین آقای مایکل کاهن. میگه 500 بار حداقل منو مأمور کرد که این ور اون ور برم شعبون بیمخ بازی براش در بیارم و اینم رفته انجام داده. و ببینید این 7 ساعت 8 ساعت رو به خودتون بدهکار هستید که ببینید، نگاه کنید ببینید چه خبره در آمریکا. ولی اون آقای کامنز آخرش خیلی قشنگ صحبت کرد، گفت منم 2 تا دختر دارم و وقت دختر تو رو دیدم با عصا اومد این چیز چوبای زیر بغل آمد نمیدونم چیز، قلبم به درد اومد. ولی تو چی کردی به خاطر پول با خودت با خانوادت؟ اون نگو، من میگم مردشور این کت 3000 دلاری تو ببره که خیلی هم زشت بود. والا وقتا یه فروشگاه اینجا بود سیمز، کت و شلوار میخریدی 99 دلار. آخه این چیه تو پوشیدی؟ یه کت آبی چارخونه ای فکر میکرد چقدرم قشنگی. 3000 دلار داده بود این. اون ضرب المثلی که پول فلان دادن خرج بواسیر میشه اینه دیگه. اینایی که اینجوری پول در میارن و با برن 60000 دلار بدن تابلو نحس ترامپ رو بخرن بذاره تو دفترش، خودش کمه، آینه کمه، تابلو نحسش هم میخره 60000 دلار. با پول کی؟ با پول مردم که فکر کردن این انجمن یا بنیاد خیریه. اون پوله رو برده داده تابلو خود چی گذاشته اونجا. اینا به این سادگی هم نیست که ما فکر کنیم خب خدایی نیست، نمیدونم روز سزای اعمالی نیست. بالاخره یه نظمی تو این طبیعت هست و یه جایی یک جوری اینا جواب میدن. چه جوری نمیدونم. میگه که دیروز تام سالیوان میگه بر زندان افراد مافیا در زندان میکشنش. بالاخره من و لیلا خانم سر یه چیز با هم دیگه توافق کردیم که این مایکل کاهن سر به نیستش میکنه و این میدونه، چون میدونه که امکان سر به نیست شدنش 99% هست، میگه یه چیزی از خودم باقی بذارم. اون جان دین مال نیکسون هر شب میاد تو CNN. این من سالها اون وقتا رادیو گوش میدادم، جی گوردن لیدی هی فوش میداد، میگفتم خدای این جان دین چیه که این انقدر از متنفره؟ بعد فهمیدم همین نقش امروز مایکل کاهن رو اون جان دین بازی کرده، توی دستگاه نیکسون بوده
وقتی احساس خطر میکنه که همه دارن برن زندان و فلان، نه، میره با پرسکیوتر یا اون دادستان یا اون بازرس مخصوص همکاری میکنه و همه اونای دیگر رو میندازه زیر اتوبوس، خودش فعلا جون سالم به در میبره. سوگند وکلا چیه؟ نمیدونم. سوگند وکلا نمیدونم. والا اون سوگند دکترا رو که من اتفاقا برای فارغ التحصیلشون میرفتم و عکس میگرفتم و فیلم میگرفتم، اینا من مسئول فیلم گرفتن بودم، دیدیم که و خیلی جاها درست کار نمیکنم. ولی سوگند وکلا نمیدونم چیه. ضمناً ایشون حق وکالت رو هم ازش گرفتن، گفتن وکیلی که دروغ میگه، وکیلی که کارهای مافیایی میکنه و اینها، اون بار، اون کانون وکلا فلان هرچیه ازش گرفت. شما اگه میدونی و این از اون سوالایی بود که جوابش رو میدونی ولی اول سوال میکنی، لطف کن برامون بفرست. درباره بچه ها بهتون گفتم که ننگ و نفرین و خجالت بر رژیمی که آمد و گفت جامعه بی طبقه توحیدی، و ببینید که نه توحیدی باقی موند نه بی طبقیش ما دیدیم و نه اجتماع و جامعهی مونده. اسفند نهم دیروز اینو اعلام کردن، 8500 کودک کار در 6 ماه اول امسال در ایران شناسایی شدن. و ببینید که این بچه ها به جایی که سر کلاس باشن با دستای ظریفشون چجوری نشستن و دارن کار میکنن. یک مقام مسئول در سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال 97 نزدیک به 8500 کودک کار و خیابان در ایران شناسایی شدند. به گزارش مهر، حبیب الله مسعود فریدی گفته است که در 6 ماه نخست فلان به اینها به مراکز حمایتی مراجعه و در آنها پذیرش شدند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ایران اضافه کرد که 50% از کودکان کار اتباع غیر ایرانی هستند و این تعداد در شهرهای مانند تهران به 70% میرسد. خب اینا افغانی هستند، بازم ننگ بر توی رژیم که افغانیه داره بنایی میکنه، افغانیه داره تو زباله‌دونی کار میکنه، افغانیه داره کارهای سخت انجام میده، ولی بچه‌ای که در ایران دنیا اومده بهش شما شناسنامه نمیدین، این نمیتونه بره مدرسه. یعنی شما کمک میکنی که این تو خیابون کار کنه. چه باید کرد؟ من نمیدونم. اینم از این ماجرا. میگن که نه نمیدونم، اگه آقای شهرام ایران بومی در یه برنامه دربارش توضیح بدن خوبه. مرسی، خیلی ممنون دوستان. امروز اتفاقا آقای ایران بومی یه چیز فرستاده بود که امروز روز اجتماع، بذارید ببینم چی بود، آقای ایران بومی این عکس رو فرستادن و بله، اول مارچ روز جهانی بدون تبعیض. میتونیم امیدوار باشیم ولی تا حالا ما ندیدیم که بدون تبعیض باشه. اول مارچ اینجاست. دو، اول مارچ روز جهانی بدون تبعیض، مارچ فرست زیرو دیسکریمینیشن دی. اوکی، امیدوار که میتونیم باشیم که میگن بشر به امید زنده است. و اما دیگه براتون چی گذاشتم، یک لحظه. بله، مایکل کان اکسپلین دی ریل ریزن ترامپ از هایدینگ هیز تکس ریتن. یادتونه گفت که من تکس و مالیات و اینها رو بعدن میارم نشون میدم، الان IRS یا اداره مالیات بر درآمد داره نگاه میکنه و دارن کنترل میکنن. این میگه حدس میزنه اصلا دروغ باشه و دلیلی که این ورگای مالیاتیش رو پنهان میکنه دروغای بزرگیه که درباره داراییش گفته. میگه این هر وقت میخواد مالیات بده میگه من ندارم، هر وقت میخواد از یه جای پول بگیره کلا سر کسی بذاره میگه من دارم، خیلی دارم، اونها بر اساس داراییش بهش اعتبار میدن. ولی دوستان از این بیشتر دامادش الان توی مخمسه افتاده. این دامادش با نادانی، با ناشایستگی، با نداشتن تجربه معاملاتی انجام داده که هر چی پول پدرش که اونم یه دزدی بوده که همون آقای کریس کریسی انداخته بوده زندان، اونا در آوردن، این پولا رو به باد میده، بعد میرن از دوچ وله و از این ور و ور پول قرض میکنن.
و اینا میگن چون این بدهکاره ممکنه امنیت آمریکا رو به خطر بندازه و ما باید اون تاپ سیکرت، اجازه بده من این در رو ببندم که سر و صدا زیاد، بله اون روز من این در رو که بستم پتیک گفت که وقتی بلند شدی فکر کردم صندلیت صدا میده، ولی در رو که بستی فهمیدم درت صدا میده، یکم بهش روغن بزن. ما هم حرفشو گوش کردیم و روغن زدیم، حالا امیدواریم دیگه جیغ جیغ نکنه. میگه طرف قطع کرده میخواد ثابت کنه نکرده، وکیل یعنی دروغگو. نه بابا همه وکیلا دروغگو نیستن، ولی وکیلا وقتی وکالت یه نفر رو قبول میکنن بر اساس گفتای اون یا قبول حرفای اون میرن تلاش خودشون رو انجام میدن. و اتفاقا سوال یعنی بحث خوبی رو آقای مانی شما اینجا میگی. من بعضی وقتا میگم این وکیلا چجوری وقتی میدونن این آدم مثلا 5 نفر رو کشته، خودش هم میگه کشتم، باز اینا میرن وکالتش قبول میکنن. اولا خیلی هاشون تو اجتماع به اصطلاح دوچار دردسر شدن این وکیلا و نمیدونم چرا، حالا یا برای پوله یا برای مشهوریت یا اینکه واقعا میگن ما هم قسم خوردیم باید تا اونجایی که میتونیم از اینا دفاع کنیم. سعی میکنیم به زودی باز از آقای شهرام ایران بومی سوال کنیم. مایکل کاهن اکسپلین the real reason Trump is hiding his tax return. و اون روز پتیک دقت کرده بود، میگه اگه دقت کنید روی میز این براش حتی آب نگذاشتن و اگه اون 7-8 ساعت رو گوش کنید میبینید وکیلا از پشت سر هی این تشنش میشد بهش آب میدادن. و این هم ماجرای آمریکا، مخصوصا آمریکایی که ترامپ ساخته. ساعت 3:28 است و اجازه بدید که ما کم کم این معرکه و تعزیه که نیست، اون وقتا چرا میگفتن طرف تعزیه خونه، اون یکی دیگهش میگفت طرف معرکه گیره. بعضی ها میمدن نمایش میدادن ولی بعضی ها تعزیه میخوندن. اونی که تعزیه میخوند داستانهای این دلاوری ها و جنگ های افراد مذهبی بود، بهش میگفتن تعزیه و اینها. دیده بودیم که عکس یک شمشیر رو کشیده بودن کله طرف دو قسمت کرده بودن، ولی اونایی که معرکه میگرفتن ممکن بود یه چیزای جنبه نمایشی داشت، مثلا خلیل آقا معرکه میگرفت زنجیر پاره میکرد، سینی مسی پاره میکرد و الی آخر. میگه که درست به همین جرم، قسمتی از جرم مایکل کاهن بوده و جرم پالمر فورد هم هست که زندانه به خاطر پرونده های ساختگی مالی بوده که وام بگیرن. منیفورد دارایی 450,000 دلاری را 45 یا 4.5 میلیون نشان داده، پرده خوانی میکردن، تعزیه و پرده خوانی. من تو شیراز نشنیدم بگیم پرده خوانی، میگفتن معرکه گرفته یا میگفتن که تعزیه میخونه. تعزیه یه سری نمایش هم بود که واقعا توی میدونهای شهر و توی یه جایی چند نفر میومدن و لباسهایی هم مثل اون چیزایی که توی ما محرم و اینها درست میکنه. و اما دانش و محیط زیست میگه آیا امروز اینا بند کردن به گوشت ولم نمیکنن، آیا عوامل بیماریزا در گوشت و شیر باعث سرطان پستان و روده میشوند؟ این مینا خانمی داشتیم دوستمون از آلمان، چند مدتی ازش هیچ خبری نداریم. این اگه بود میگو بهت گفتم سوربی گوشت نخور، برو سراغ گیاهخواری. و میدونید گیاهخواری هم چند رقم داره، یکیش هست که خیلی شدت داره، اصلا میرن اونا دیگه تخم مرغ و شیر و این چیزا هم نمیخورن، فقط گیاهخوار میشن، به اونا میگن ویگن، مثل ویگن هست ولی میگن بله، میگن تعزیه، معرکه، پردخانی، هر سهش درست بوده. پس خیلی ممنون. بله اینم صفحه دوچوله که بهتون گفتم نمیدونم چرا اینقدر بزرگ اینجا هست و درصد که میتونن چیزای بیشتری توی صفحه بذارن. بعدم این علامت زشتی که میاد اینجا باعث میشه که نصفش نتونیم بخونی. از همان دوره نوزادی ممکن است عوامل بیماریزایی وارد بدنمان شوند که سالها بعد منجر به سرطان روده و پستان گردند. حال پژوهشگران آلمانی به دنبال این عوامل هستند و گمان میبرند در لبنیات و گوشت قرمز
وجود داشته باشد. بیش از 10 سال است که پروفسور هارالد تسبرهاوزن برنده جایزه نوبل پزشکی سال 2008 بر این گمان است که انسان‌ها از طریق خوردن لبنیات و گوشت قرمز و عوامل بیماریزای پاتوژن‌ها یا عامل تولید بیماری مانند باکتری، ویروس، انگل یا قارچ آلوده می‌شوند که تنها پس از گذشت چند دهه از عمرشان می‌توانند باعث ابتلا به بیماری‌های سرطان روده، پستان و MS تسلب بافت چندگانه بشوند. روش جدید محققان آلمانی برای تشخیص سرطان پستان از راه آزمایش خون. در نشست مطبوعاتی مرکز تحقیقات سرطان آلمان، تیمی از پژوهشگران علوم پزشکی در شهر هایدلبرگ به سرپرستی پروفسور تسبرهاوزن به معرفی عوامل بیماریزای نوظهوری که میتوانند خطر ابتلا به سرطان را افزایش بدهند پرداخت. این پژوهشگران توانستند تشخیص بدهند که عوامل بیماریزا در کدام بخش بافت روده جا میگیرند. اثبات اینکه ارتباطی مستقیم میان آلودگی به عوامل بیماریزا و بیماری معین وجود دارد میتواند دری را بگشاید به روی امکاناتی برای پیشگیری از بیماری. برای نمونه میشود به تولید واکسن فکر کرد یا در فکر تغییر شیوه زندگی. اینم این همون آقای محقق هست و بذارید من این تصویر رو کلن نمیذاره این دوچه بله رو ببریم. خیلی به نظر من صفحه اینها انفرندلی هست، یعنی دوستانه نیست، راحت نیست. اینم از این و نمیدونم، یه روز میگن خوبه، یه روز میگن بده، یه روز میگن بخوریم، یه روز میگن نخورید. ما فقط گزارش میکنیم، شما قضاوت میکنیم. و اما آقای فرخان هم اومده میگه Hi, this is not advertising. I just let you know I have more than 13 pairs of Italian made suit size 44-46 sell less than $88 all brand new. شنبه من دارم توی اون خونه قدیمی یک حراج میذارم، یه سری چیایی رو میخوام بفروشم از ساعت 10 تا 2. فرخ تا هم دارنش بیار، کت شلوارات هم بیار، اونجا میزنیم سر یه رگ، شاید دوستان ایرانی یا دوستان دیگه بخوان. ولی اگه نتونستی بفروشیشون بیا بده، ما اینجا میپوشیم، توی برنامه میگیم این کت رو چیز داده به. اتفاقا یه دوستی دارم اون وقتا به من گفت که آقا من یه سری کت و اینا دارم، مال موقعی که دیسکو داشتم و اینها، مثل کتای آقای شبخیزه. گفتم نه، از این کتای قرشمالی اینا من نمیخوام. بله، در صورت شنبه دوستان اگه خواستید از ساعت 10 تا 2 بعد از ظهر در منطقه فیرفکس ما این وسایلی که لازم نداریم دیگه تو این خونه چون کوچولوه اونجا میفروشیم. مثلا مبل کلاسیک تو ایران میگفتن، مبلای سلطنتی، همه ایرانی ها عاشقشن، اونو ما نمیخوایم اینجا. اصلا اینجا اتاق مهمون ما نداریم، یعنی به اونجا رسیدیم که مهمون اگه دوست ما هست باید بیاد تو همین اتاق خودمون میشینیم، اونم رو همین مبلی که ما میشینیم بشینه. چرا یه مبل و یه اتاق و یه چراغ بهتر رو بذاریم اونجا یک عمر خاک بخوره و گردگیری کنه فلان که میخواد ماهی یه دفعه یه مهمونی بیاد؟ اگه مهمون خودی هم که معمولا میاد تو آشپزخونه. در اصل ما اینجا خیلی نقلی زندگی میکنیم. پرده خانی بیشتر تابلوهای نقاشی بزرگ روی پرده بود و نقال یا معرکه‌گیر به این پرده اشاره می‌کرد و توضیح می‌داد. بیشتر داستان‌های شاهنامه یا کربلا بود، بیشتر هم داستان‌های ساختگی نقال بود. شب جمعه توی قبرستان‌ها یا قهوه‌خانه‌ها این پرده‌خوانی‌ها بود. میگه که لیلا خانم میگه Did you say you moved from your big house into a smaller one؟ اگه منظورت از big house زندانه، بله، ما بعد از 15 سال که اونجا بودیم دیگه بچه ها بزرگ شدن، ماشاءالله خودشون رفتن، خونه های خودشون خریدن، بچه خودشون رو دارن اینها. و اون چیزی که ما ایرانی ها فکر میکنیم خونه بزرگ میگیریم، حالا فردا پسر اون ازدواج کنه، دختر اون ازدواج میکنه، میان اینجا عروس فلان، اینا اصلا بر اساس کارشون، یه مدت که بر اساس دوستاشون، محیط که اونا زندگی میکنن، حاضر نیستن جاهایی که ما زندگی میکنیم، جاهای آروم و اینا. اونا میخوان جای شلوغ باشه، حتی اگه توی سوراخ کوچولو مشدونی زندگی کنن ولی میخوان نزدیک باشن به اصطلاح دوستاشون اینها. بله، اگه منظورتون از بیگ هاوس، چون من با حواسم به شما باشه،
بیگ هاوس دوستان توی آمریکا به زندانم میگن. اگر اون نیست، بله، ما از اون خونه بزرگتر آمدیم به یک خونه یه طبقه که نه پله داره، زانو درد و اینا. در صورت این از این. خب چرا عکسای چیزایی برای فروش رو اینجا نمیذاری؟ Do you take PayPal too؟ بله، آره، تو که میدونی من پیپل میگیرم. بذار براتون یه چیز میگم. آره، replying to فرخ، شما به فرخ داری میگی. فرخ جان، سعید از کالیفرنیا سوال میکنه. سعید تو سایز 44 یا 46؟ من 46. بله، میگه که پیپل هم قبول میکنی؟ اگه فرخ هم قبول نمیکنه، من قبول میکنم، یه کامیشن میگیرم میدم به فرخ. نه بابا، کامیشنی که پیپل میگیره کم میکنیم میدیم بهش. در هر صورت، خب چرا عکساشو نو اونلی کش؟ فرخ خیلی خیلی چیزه، میگه فقط کش. بذار اتفاقا حرف خوبی شما زدی، عکس‌ها رو نشون بدم. من رو فیسبوک گذاشته بودم و خیلی از دوستان میدونن. هفته پیش یک خانم آفریقایی اومد و خیلی از چیزها رو خرید و قیمتها رو باور نمیکرد که ما فقط میخوایم اینا رو بدیم بره. و موف کرده بود اینجا، وسایل آشپزخونه رو خرید و وسایل اتاق کار من رو خرید، وسایل چیزی خرید، یه سری تخت خواب و این چیزا خرید، بهش میگن بهست و اینها. بله داری آقای سوری، به دادم برس، باید یه خونه بفروشم ولی پر از اسباب، من حوصله گاراژ سیل ندارم. مدینه گفتی و کردی کباب خونه های بزرگ، هی رفتیم خریدیم پر کردیم، حالا دلمونم نمیاد بعضی چیزا رو بفروشیم، باهاشون رابطه چیز داریم. ای این موقعی که پسرمون اینجوری بود، ای این موقعی که دخترمون اینجوری بود، یا این دوستمون که حالا فوت شده نمیدونم اینجوری بود، بهش میگن سانتامنتال ولیو، ارزش هایی که نمیدونم. ولی یه چیزایی هست اگه نمیخوای بفروشی، خداییش هم بهتون بگم، این $1,000 $500 $2,000 بعض وقتا برای آدم چلنجه، یه چالشیه. ولی وقتی که میذاری عکس بگیر، ادورتایز کن، بیان، شما اونجا باید باشی، حالا بارون باشه، برف باشه، اونا نیان، ارزش نداره. اگر از لحاظ مالیات و تکس و اینا رو بدی به این سالویشن آرمی، بدی به گودویل، بدی. بعض وقتا نمیبرن لامصبا، اونا میگه ما چیزای بزرگ و سنگین و اینا نمیبریم، بعضی هاشون میگه باید بیاری بدی تحویلمون، دمه مثل مغازه دارن و فلان اینا. در هر صورت اسباب اساسیه. من همه چی رو نگه میدارم. چی میگن اینا هوردر، اینایی که چیا رو نگه میدارن؟ ما هممون همینجوری متاسفانه. چند روز پیش یه جایی بودم، طرف گفت شما کاغذهای سال 2001 رو هنوز داری؟ گفتم من سال 1986 هم دارم، دلیلی که قبلشو ندارم برای که تو ایران بودم وقتی من آمدم و خونم فروختن و اینا، دیگه اونا رو نمیدونم کی داره. ولی از سال 88 که اومدم، از سال 86 که اومدم اینجا تا الان دارم. خب حالا شما که کالیفرنیا هستی چی میخوای بخری؟ شما که خودت دنبال چی فروختن هستی؟ بهترینش لیلا خانم، عکس ها رو بذار یه سری توی فیسبوک، بعد همین ماجرای moving sell everything must go فیسبوک بذار، کریگلیست بذار، ولی مواظب باش کریگلیست و اینا این مش آدم های دیوونه و جنایتکار و اینا میان خونه، تنها نباش، پسرت، دخترت، دوستت، همسرت، برادرت، یکی باشه. بعد وقتی یکی میاد داخل، اگه تنها هستی زنگ بزن همون موقع، یا فیس تایم کن با مادری، دوستی، کسی، و همینجوری اونو روشن بذار، اینا بیان، این قالی چنه؟ $3,000 میشه بخریمش $500 بده، بردا برو فلان اینا. سیفتی نمبر 1. و ممنونم مجید. آر یو این کالیفرنیا؟ می تو. اگر برای دونیت دارید اطلاع بدید. آها، او این مجید کمک میکنه به این اون. بله مجید برای افرادی که میان اونجا وسیله ندارن کمک میکنه، و یعنی من ضمانتش میکنم. اگر چیزی دارید که حالا بعض وقتا این کارو بکنید، اول بذارید، اگه نتونستید بفروشید بعدن دونیت کنید. در هر صورت خیلی ممنون. اگر همین کاری که امروز این دوتا دوست ما میخوان انجام بده،
لیلا خانم یه سری وسیله داره، آقا مجید یه سری رو میشناسه که این وسایل احتیاج دارن. این هدف برنامه است. تموم شد رفت. باقیش ای ترامپ این کارو کرد، ای نمیدونم این دیوانه. اصلا شما نگاه قیافه این مردک کنید، از مدل مواش بیاین پایین. آخه باید واقعا دیوونه باشی که یک کشوری رو اینجوری ذلیل و علیل کرده باشی، بعد خودت هم همینجوری چاق باشی و به چرخی برای خودت رو فکر کنی چهار تا بمب درست کردی که هر روزم بخوان میتونن بزنن داغونت کنن. در صورت دنیا کارش خیلی خرابه، ولی فکر کنم همیشه خراب بوده. ما الان بیشتر در جریان خبرها قرار میگیریم. Where in North خصوصی با هم صحبت کنید، تو قسمت مسیج دیگه برای هم بنویسید. و این مثل اون ماجرایی شد، گفتن آقا این دو نفر خیلی صحبت میکنن، یکیشون بشینه اون آخر اتوبوس، یکیشون اینجا. وقتی هم اون اونجا نشسته بود، این اینجا، از اونجا چه خبر شده، چی تو شده، میگه والله من خبر ندارم. وقتی یه چیز اینجوری میشه، از این حدش که دیگه جنبه عمومی نداره، به هم دیگه توی قسمت PM private message یا چیز تماس بگیرید، بهتر و راحت تره. دوستان عزیز، در صورت باز هم شنبه از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر روی فیسبوک خودم می‌نویسم. اگه کسی تو این منطقه هست میخواد بیاد، حتی بشین کتابایی که پتیک فرستاده، کتابایی که خود من دارم، کتابایی که سالها دوستان برای تلویزیون فرستادن، همه این کتابها موجوده و هر کسی میخواد. اتفاقا اون روز یه نفر اومده بود ایرانی که این کتابا تخفیف هم داره، گفتیم بله. بعد خوب که همه رو چیز کرد، گفت من کتاب قدیمی میخوام. گفتم خوب لامصب، اقلا کتاب رو پیدا کن بعد بگو اینو میخوام، نه که اول تخفیف میگیره برای چیزی که نمیدونه میخواد یا نه. کارمون خیلی خرابه. ساعت 3:43 دقیقه است، بذاریم من ببینم چیز دارم. دوباره حسودی. آخه من چه حسودی به شما؟ شما تو کالیفرنیا هستی، از من نمیدونم چیزای تو خریده بشه، فروخته بشه، چیکار من داره. من توی چیز مینویسم، توی فیسبوک و کریگزلیست و مارکت پلیس و اینها. و البته اون روز هر کسی آمد و چیزی خرید، ازش پرسیدم از کجا متوجه شدید، گفت از کریگزلیست. ولی کریگزلیست یه بار دیگه هم بهتون میگم، حواستون خیلی جمع باشه. همین الان یه خبری آمد، کشف گور دست جمعی در منطقه تحت کنترل داعش در سوریه. ماجرای سوریه و بشار اسد و دیدارش با خامنه ای و اینها رو دیدید، همون چیزی بود که منجر شد به استعفای جواد ظریف، ولی باز برگشت و شروع به کار کرد. و اما امروز برنامه آقای حسن ارشاد ساعت 4 بعد از ظهر، یعنی 16 دقیقه دیگه اجرا میشه. برنامه شماره 214 همین خسته نباشید به ایشون میگم. خیلی ممنون. آقای نیساری میگه درود بر کاکو جات خالی کلم پلو شیرازی نوش جون. و خیلی ممنون. اتفاقا ما هم فردا ممکنه کلم پلو بخوریم. کلم پلو خیلی مشکل درست کردنش، این کوفته های قلقلی ریزه و اینها، و نمیدونم. در صورت نوش جان، باورم نمیشه I see it all the time in live show or chat, the screen goes so fast that you don't get the chance to read it. چیو نمیبینم؟ چیو؟ آها، من accidentally attack. آها میگه من این چی بهش میگن اینایی که حالت دلهوره بهشون دست میده و اینها، cannot do it myself. خب با مجید صحبت کنید، براتون شاید این بتونه بفروشه یا بتونه حتی کمک کنید به جایی. here فوراً ultimatum میده که چت نکنید. به کی هستی؟ به خودت حرف میزنی؟ چرا از سمون شخص مفرد صحبت میکنی؟ یا به منی؟ من واقعا هم درست نیست. میدونی چیه؟ توی مجلسی من نشستم، ده نفرم نشستن صحبت میکنن، شما یه دفعه به مجید میگه ای شما هم مدرسه میرفتی که خواهر منم میرم، برادر منم میرم، میگه بله. همچین موقع باید بگی بریم بیرون صحبت کنیم. اینجوری believe you me، آمریکایی‌ها میگن believe me، ولی اگه بری طرف های باهاماس و اینا که انگلیسی درست تر صحبت میکنن، اونا میگن believe you me، باور کن. بعضی چیزها رو من اگر نق میزنم درست میگم.
اونایی رو که درست میگم دیگه شما به من نق نزن. بگو سوربی درست گفتی، من این کار رو انجام میدم. لازم نیست بگی چشم، لازم نیست عذرخواهی کن. در هر صورت دوستان عزیز، ما نه که خواهر نداریم، این لیلا خانم شده خواهر ما، نق میزنه، اذیت میکنه، قهر میکنه، آشتی میکنه. وقتی میگم قهری، میگه من قهر نکردم، درستا خوشحالم که با ما هستی. پیدا کردن یک دوست خیلی مهمه، از دست دادن همه دوستات خیلی آسونه. همینجوری که وایسادی بگو من فلان فلان همه دشمنت میشه، ولی اگه خواستی با یکیش دوست بشی، باید باهاش هم سفر بشی، هم خرج بشی، هم سفره بشی، هم عقیده بشی، تا بتونی تحملش کنی. پس دوست پیدا کردن چه مشکل، از دست دادن چه آسون. حالا برنامه اونو با این موجود پلید سعید بهبانی معتاد تموم کنیم. این یه حرف درست میزن. اینم خب ما میدونیم هرچی میگیم از دیگران یاد گرفتیم، ولی این هرچی از دیگران یاد گرفته میخواست به حساب خودش بزن. میگن شما نگاه کنی این درخت، یکی یکی پرنده ها میان میشینن روش، ولی شما اگر یه اینجوری کنی همشون میرن. حالا وقتی هم اینجوری کردی رفتی، تا دیگه اینا بخوان بیان طول میکشه. در اصل اینم ماجرای برنامه و تلویزیون و اینها. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشین. خوشحال میشم که نظرات شما رو بدونم و شماره تلفن برنامه رو یه بار اینجوری بزرگ نشون میدم تا شما ببینید که صدای مردم از تلویزیون مردم. بازم از اون دوستی که درباره آدرس پرسید، بله این شنبه در همون آدرس 3624 راکی میدو کورت فیرفکس ویرجینیا که توی فیسبوک هم می نویسم، اونجا از 10 صبح تا 2 بعد از ظهر هستم. بیان صف بکشید، امضا کنیم براتون. اینا که آدمای معروف میدونن اینجوری هست، ولی ما ایرانی ها اون دفعه یادمه که این آقای لریکین کراواتشو گذاشته بود برای فروش، نمیدونم چند هزار دلار پول داره بود. ولی ما ایرانی ها اینجوری هنوز راه نیفتاده، هنوز یاد نگرفتیم. فقط اون آزادی و اینا نیست که تو ایران یاد نگرفتیم، خیلی چیزای دیگه هست، مخصوصا کار کردن داوطلبانه برای افرادی که احتیاج دارن، یا همین مسئله دونیت کردن به افرادی که کمک احتیاج دارن. ما اینها رو یاد نگرفتیم. امیدوارم افرادی مثل شما، مثل من، یواش یواش این قدم ها رو برداریم و خودمون رو از دیکتاتورها جدا کنیم. دیکتاتورها باورشون بر اینه که هرچی این کارا رو یاد ما ندن، ما بهشون محتاج میمونیم، بهشون وابسته میمونیم. همیشه دست گدایی به سوی اونا دراز میکنیم. این دست رو برداریم و روزانه خودمون بذاریم و با کمک خودمون یکدیگر جامعه بهتری داشته باشیم. من اهل قهر نیستم. کسی که اصالت داره قهر نمی کنه. کسی که اصالت داره، نه نمیدونم، در صورت قهرم بعض وقتا لازمه. این آمریکایی‌ها حتی زن شوهرها بعض وقتا میگه که، یا دوست پسر دوست دخترها میگن که من یه مدت میخوام فکر کنم درباره خودم. حقیقت اینه که یعنی یه مدت تو نمیخوام تحمل کنم، خیلی تحمل کردنت مشکل شده. دوستان عزیز، امیدوارم تحمل کردن ما براتون مشکل نشده باشه. با امید اینکه آخر هفته خوب و سالمی داشته باشید. امیدوارم شنبه بعضیاتون رو ببینم فردا صبح 10 تا 2 بعد از ظهر در فیرفکس. اگه آدرسم خواستین تکس و اینا بفرستین بیا. ولی تو خدا اگه از استرالیا هستین برای من ننویسید آدرسا، یا اگه می‌نویسین حداقل فیسبوک تو ننوشته باشه استرالیا. البته بعدم که میگم ما ایرانی‌ها زود دروغ میگیم، میگه آقا از استرالیا اومدم میخوام وسایل خونه بخرم. روزگار غریبی است نازنین. دوشنبه با شما خواهیم بود ساعت 12 ظهر با برنامه کانون آوا. سیل ریزش و جدا شدن افراد در آلبانی چندین برابر شده. این در حالیه که سازمان مجاهدین، حالا دوباره میگه از سازمان مجاهدین نگو، خب خانم اومده اینجا به اسامی مختلف داره تبلیغ میکنه، گول مردم میزنه. 8 مارچ که روز زنه، میخواد مردم رو ببره اونجا. اگه خیلی ها بفهمن که اینا مجاهدینن نمیرن. ما چه کار کنیم؟ بگیم یا نگیم؟ گفت اگر نگم که مغز استخوانم میسوزه، اگه بگم دهان و زبانم میسوزه. روز روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی که با ما بودید.